بینندگان عزیز، با سلام به شما و با این امید که تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی رو که در پیش داریم اوقات بهتری باشه. امروز جمعه هست و 17 اردیبهشت ماه 1355، چقدر جوان میشه، 1395، و برابر است با 6 می 2016. دیروز در آمریکا بیشتر از خود مکزیکو کشورهای دیگه این جشن سینکو د میو، یعنی پنجم ماه می رو می گرفتن و خیلی جالبه. اینو از سال 1989 حقیقتا شرکت ها یا کمپانی هایی که آبجو می سازن و اینها این رو هی تشویق کردن و مردم آمریکا هم که منتظر هستن به یک مناسبتی جشن بگیرن و مشروب خورده بشه. خلاصه جای شما خالی. دیروز هم ما رفتیم در یکی از این به اصطلاح رستوران هایی که سینکو دمیو برنامه گذاشته بودن و خوش گذشت. میان قشنگ موزیکشون اون کنار، چادرم زدن تو خیابون توی پارکینگ، مردمم مثل انسان تو صف وای میسن، مشروبشون رو میگیرن، میان وای میسن ساعاتی خوش و هر کسی میره به منزلش. نه سری شکسته میشه، نه دعوایی میشه، نه چیزی. خب این از این بابت. اجازه بدین من ببینم برنامه ما داره ضبط میشه یا ما فقط برای باد هوا به اصطلاح زحمت میکشیم. این هم سربی با مردم امروز. بله داره ضبط میشه. یک کنترل دیگه، بسیار عالی. خب امروز ساعت 3 بعد از ظهر قرار هست که با آقای سعیدی باشیم. آقای سعیدی یک کمی به ما تریک زد، اون چیز بود سرکار استوار، یادش بخیر، عبدالعلی همایون، دوبار با من تلفنی صحبت کرد و گفت که میام تو برنامه ها تو اینها، ولی بعد که دیگه خانمش فوت شد و خودشم فوت شد و یعنی دیگه خودشم خیلی غمگین و اینا و خودشم فوت شد و هیچ وقت تو برنامه هم نبود ولی صحبت میکرد. عبدالعلی همایون توی ایران نقش سرکار استوار بازی میکرد و این کلمه پلیتیک، سیاست، اون یه چیزی ازش ساخته بود، پلیتیک میزنه و اینها. و آقای سعیدی با من قرار گذاشته بود که درباره اون ماجرای کتاب کلاس اول صحبت کنه. یه چند هفته ازش خبری نبود و ما هم نگران بودیم، ولی وقتی که پیداشون شد یه دفعه گفت خب حالا اون کتاب که کتاب بوده و اینها، ما بریم راجع به این مسائل صحبت کنیم. مسائل زیادی صحبت کردن، ما ازشون خواستیم که جمعه که امروز هست ساعت 3 بعد از ظهر بیان و دوستان لطف کنید پیام بذارید. من فقط تلفن آقای سعیدی رو اونم بعد از 3 بعد از ظهر یعنی 12 ظهر کالیفرنیا پاسخ میدم و یاد بگیریم وقتی زنگ میزنیم یه جایی اگه طرف نیستش یا نمیخواد پاسخ بده احترام بذاریم، هم به اون هم به خودمون قشنگ پیام بذاریم، بگیم چی میخوایم، چه دلیلی داشته زنگ زدیم و بیایم تو قرن 21 زندگی کنیم. حالا خوب بد اون کاری ندارم، اون یه بحث دیگه است، اون یه صحبت جدا از این ماجرای ماست. و من حقیقتش این مرام‌های مختلف رو نمیشناسم. میگم از وقتی هم اومدم تو تلویزیون، موقعی که سیبیل داشتم میگفتن آقا تو که معلوم کمونیستی، اگه یکم ریش میذاریش میگه آقا تو که مأمور جمهوری اسلامی هست، اگه یکم چیز میگم آقا تو که نمیدونم طرفدار رضا پهلوی هستی. گفتم اوکی. رفتم یه مقداری راجع به ماتریالیسم یا ماده‌گرایی و اینها خوندم و امیدوارم آقای سعیدی بتونه یه برنامه 15 تا 30 دقیقه رو برای ما معرفی کنه. این ماتریالیسم که ایشون خودش رو ماتریالیسم میدونه چی هست، تا ما هم یاد بگیریم اگه چیز خوبیه بریم دنبالش. و اما بله، پنجم ماه می رو گفتم، با وجودی که همه فکر میکنن این روز استقلال مکزیک هست، اصلا همچین چیزی نیست. استقلال مکزیک گویا 50 سال زودتر از این بوده، ولی این یک برنامه‌ای که مکزیکی‌ها با فرانسوی‌ها داشتن و توی اونم پیروز شدن. در هر صورت اینجا گفتم دنبال بهانه میگردن که جشن بگیرن، براشون هم مهم نیست مال کی کجا است، مال ایرلندیا باشه، لباسای سبز میپوشن، حتی آبجو سبز میخورن و خوش میگذرونن، مال خودشون تانکسگیوینگ باشه باز همین کار رو انجام میدن و
الی آخر. شما هم اگه در این رابطه صحبتی دارید بفرمایید. دوستانی که روی یعنی با جیمیل اکانت دارن یا گوگل که همون سیستم ایمیلش همون جیمیل هست، امروز جیمیل اعلام کرد که اونهای از روسیه به اصطلاح سایتشون هک شده و ایمیل های من و شما و اینها همه رو گذاشته. اون هر کسی که این کار کرده برای فروش و پیشنهاد کرده بود که برید پسوردتون رو عوض کنید. حالا برید ببینید اون وقتها این قشنگ مینوشت پروفایل یا پرایوت یا پرسونال، میرفتی داخل اون 8 تا بود، یکیش هم پسورد بود. حالا ربع ساعت باید بگردی آخرم پیداش نکردم، 300 تا چیز مختلف، بالاخره پسورد عوض کردیم. ولی سوال من اینه از گوگل، اگه این دوستان به اصطلاح تونستن شما رو هک کنن و تمام ایمیل ها و پسورد ها و اینها رو حالا گذاشتن در معرض فروش، خب دوباره هم میتونن بیان با پسورد های جدید. خلاصه فکر کنید هر چیزی مینویسید، هر چیزی میگید، هر عکسی میگیرید، هر ویدیویی که میگیرید همه میتونن تماشا کنن. اینجوری یکم هم راحت تر میشید، پشت سر اون بد نمینویسید، به اون یکی فوش نمیدید، نمیدونم عکسای ناجور نمیگیرید. در هر صورت شاید این تنها وسیله‌ای باشه که حالا که ملت مردم دنیا سعی میکنن از قید و بند دین و مذهب خودشون رو رها کنن، شاید به این وسیله که یه ترسی بالای سرشون باشه خودشون رو کنترل کنن. اتفاقا دیشب داشتم یه برنامه رو نگاه میکردم، خانم جاد جودی که خیلی معروف هست، 20 ساله، سالی 40 میلیون دلار الان پول میگیره تو تلویزیون برنامه میذاره. البته مثل ما هنوز حقوقش بالا نیومده، چون ما حقوقمون بالا اومده واقعا، اون حقوقش هم در اصل آمده بود توی تلویزیون توی برنامه و ازش سوال کردن که به نظر شما دوربینای فیلم برداری باید توی کورت روم دادگاه باشه یا نه؟ ایشون گفت بله باید باشه، چون ماها برای مردم کار میکنیم و حق مردم هست که ببینن هر لحظه ما داریم چه کار میکنیم، چه جوری قضاوت میکنیم اینها. و باورتون میشه بالاترین دادگاه آمریکا هنوز دوربین نمیذاره داخلش باشه، ضبط میکنن، صداشون هست، هرچی هم صحبت میشه ترانسکریپت مینویسن یا نسخه چاپیشو تهیه میکنن، ولی همین نشون میده که اینها عقب افتاده هستن یا یه چیزی میخوان بگن که نمیخوان مردم ببینن، یا یه کارایی میکنن که نمیخوان مردم ببینن، چون صداشونو شما میتونید بشنوید. و به نظر من این باید دنبالش گرفته بشه و دوربین در اون سوپریم کورت هم باشه. و اما یک پتیشن یا تومار برای آقای حسن، برای آقای صبری حسنپور درست کردن، فکر کنم یا به وسیله آقای اوسانلو هست، بالاخره یه نفر درست کرده، مهم نیست، وقتی می فکر کنم آقای اوسانلو برای من، یعنی آقای عزیزان اینو فرستاده بود، ولی از طرف آقای اوسانلو به اصطلاح اینیشیت شده بود یا شروعش آغازش این بوده و ما هم رفتیم امضا کردیم طبق معمول، با وجودی که میدونیم اینها کاری نمیکنن، ولی همینجوری امیدواریم دیگه. از دوستانم میپرسم این همه تومار امضا کردید، دوستان هیچ اثری داشته؟ هیچ زندانی آزاد شده؟ هیچ بیماری درمان شده؟ و هیچی دیگه میزنن و مثلا حالا یکی نوشته که نمیدونم 1000 تا میخوایم، تا حالا چند تا شده. خلاصه اینم از این ماجرا. آقای صبری حسنپور یه دوستی به از ما که خیلی ادعا میکرد همه چیزای ایرانو میدونه، گفت نه آقا تا همین پنجشنبه آزادش میکنن، یه بار دیگه نشون داد که این آقا اشتباه میکنه. این از این. و اما باز هم سراغ پتیشن بریم، این بار پتیشن به زبان پارس، یعنی یه چیزی برای زبان پارسی. بذارید من از اینجا شروع کنم تا اینجا، ببینیم میتونیم برای شما بخونیم و نشونتون بدیم و امیدوار باشیم اگر کسی میخواد بره دنبالش. نوشته که زبان فارسی جزو 5 زبان برتر کلاسیک دنیاست. زبان شیرین فارسی از سیستم امتحانات سراسری زبانهای مادری در انگلستان از سال 2018 خارج خواهد شد. قرار بوده است 8 زبان حذف شود، از جمله زبان‌های فارسی، ترکی، عبری، بنگلادشی و اردو و غیره، ولی به علت اقدام سریع ملیت‌های دیگر هیچ کدام از آنها حذف نخواهد شد
بجز زبان فارسی که در حال حاضر 5103 نفر امضا کردند. دو علت عمده کمبود بودجه و ثبت نام 200 نفری دانش آموزان برای کلاس A level فارسی عنوان شده است. فقط تا پایان ماه می فرصت داریم تا از طریق اینترنت تومار را امضا کنیم. اگر به 100,000 امضا برسد بازنگری می شود. ما به 100,000 امضا نیازمندیم. بعدم نوشتن لطفاً به آدرس change.org مراجعه کنید، متن زیر را جستجو کنید. بذاریم براتون متن زیر را هم بیاریم ببینیم چیه. حالا امیدوارم اینم از اینایی نباشه که یک کسی کلاسی باز کرده و اینها میخواد به این وسیله پولی از دولت بگیره و به خاطر اینکه نون خودش ممکنه قطع شده داره این کار را انجام میده. ضمناً از طرفی ما امیدوار باشیم اگه کسی میخواد بیاد اروپا و انگلستان و اینها برای امتحان، خب اقلا انگلیسی رو بلد باشه. اگه انگلیسی رو بلد باشه برای من و شما چه فرقی میکنه که فارسی جزء این زبانها باشه یا نباشه. نوشته Keep Persian Language GCSE and A خط فاصله Level Qualifications. این رو تو این قسمت بذار براتون اگه بشه هایلایت نمیشه. بله تو این قسمت نوشته لطفاً به آدرس، اینم یه در میون انگلیسی نوشته، فارسی نوشته، اینجا باز انگلیسی نوشته و نمیدونم. در هر صورت اگر براتون به اصطلاح مایل بودید، ما یکی از کارهایی که میکنیم اینی که این چیزهای مختلف رو میگیم، شما دوست داشتید میرید انجام میدید، نداشتید میرید دنبال کارتون. ما به کسی زور نگفتیم، نمیگیم و نخواهیم گفت. و اما آقای ضیا صدرالاشرافی لطف میکنن در رابطه با صحبتایی که اینجا شده و دوستان سوالایی کردن، هر وقت مسئله‌ای بوده ایشون پاسخ میدن جواب به اصطلاح. و خانم بهیه جیلانی هم از پاریس لطف کردن روی یکی از ویدیوها درباره ایشون چیزی نوشته بودن. من حقیقتش خودم هیچ وقت آقای صدرالاشرافی رو ندیدم جز به گروه های تجزیه طلب که بخوان ایران رو از ترک جدا کنن. و ولی خانم بهیه جیلانی به اصطلاح کامنت کوتاه نوشته بودن که آقای ضیا صدرالاشرافی هم در اون مورد پاسخ داد. همین الان یادم باشه بهتون بگم، شما میدونید الان حدود بیش از یک ماه هست که برنامه های رادیو کیان ایران از سوئد روزی 3 ساعت، گاهی اوقات 2 ساعت از تلویزیون مردم پخش میشه و ما خیلی خوشحالیم. اگر شما دوستان هم در رادیو تلویزیون های دیگه برنامه دارید، حتی رادیو تلویزیون خودتون رو دارید، میتونید اینجا هم برنامه داشته باشید. دیروز یکی از دوستان جوانی که اتفاقا فکر میکردیم که این میاد با ما کار میکنه و اینها، بعد رفت، میدونید دیگه این ماجرایی میگن، یه نفر رفت دم یه مغازه آهنگری کار کنه. بعد وقتی که مثلا پدرش اونو برده بود یا مادرش برده بود، آهنگره یا اون ریختگر هرچی بهش گفته بود این کار سختیه و این چند ماه باید مجانی کار کنه. وقتی کار یاد گرفت، چون ماه بعد درش وقت بذاریم اینها، وقتی کار یاد گرفت بهش حقوق میدیم. روز سوم چهارم بود پسره آمد منزل و گفت که مامان جون یا بابا جون من دیگه نمیرم این مغازه. گفت چرا؟ گفت من میخوام مغازه خودمو باز کنم. گفت چرا؟ گفت این که کاری نداره، این یه آهن میزنی پهن میشه، نمیدونم بیله اینجوری میشه میله، یا یه چی دیگه بود راجع به ریختگری میگفتن اینجوری فشارش میدی قاشق اینجوریش کنی کارده، از این ماجراها. این دوستانم هم همینه. و این دوستمون با شور و هیجان دوربین خرید و فیلم هایی رو هم از سوئد گزارش میکرد و اینها، یه دفعه گفت که آره ما تلویزیون خودمون رو زدیم. گفتیم بسیار عالی، هر کسی هم روی یوتیوب میره یه برنامه میذاره مینویسه تیوی، مثلا من تیوی، تو تیوی، اون تیوی، هر اب نداره دیگه بگیم. خلاصه دیروز برای من یه چیزی فرستاده بود، بهش میگم آخه دوست عزیز شما اینقدر زحمت میکشید، مهمونا رو میارید، ما نمیگیم مهمونا رو مسخره میکنید، گولشون میزنید، ولی 12 تا بیننده، 20 تا بیننده، بعد میگه نه آقا رو اون وبسایتی که گذاشتیم 15,000 تا. گفتم برای من بفرست ببینم کجا 15,000 تا. گفت صاحب وبسایت میگه. گفتم خب معلومه، من که بارها بهتون گفتم یه تلویزیونی پول میگرفت از یه نفر ماهی 22,000 دلار،
بهش گفته بود 40 میلیون ایرانی برنامه ها رو تماشا میکن. اون بند خدا بعدن گفت آقا اصلا ما حساب کردیم 40 میلیون ایرانی سنشون انقدر نیست که بشینن همه تلویزیون ها رو نگاه کنن. بعد توی همه این تلویزیون های خود ایران، همه تلویزیون های ترکیه، همه تلویزیون های خارجی و ایرانی ها که میشینن این همه فیلم ها رو ضبط میکنن و نگاه میکنن، کجا چنون خلاصه سنگ مفت، گنجشک مفت، هر چی دلتون میخواد پرت کنید. این سنگا هم چپ و راست داره به صورت خودمون میخوره، نه گنجشک که گیرمون میاد کباب کنیم نه چیزی، خودمون رو همه رو زدیم کور کردیم. در هر صورت اینم از و اما بله ببینید من بتونم این نوشته های خانم بهیه جیلانی و آقای صدرالاشرافی رو بخونم. بله خانم بهیه جیلانی، دکتر جیلانی نوشتن که آقای صدرالاشرافی یا صدرالاشرافی با تمام احترام به همه بر همه واقف هست که آقای صدرالاشرافی پانترک هستند. در نتیجه تاریخ را از نظر یک جدایی طلب نگاه می کنند و در این مقطع که ما دنبال هویت ایرانی خود می گردیم ایشون هویت ایرانی را از ریشه می زنند. حالا آقای ضیا صدرالاشرافی لطف کردند و پاسخ دادند به این صورت: با سپاس از لطف شما آقای سربی، خانم بهیه جیلانی نمیداند و نمیداند که نمیداند که پان ترکیست، پان ایرانیست، پان اسلاویست، پان جرمنیست و و چیست. در ایران نه پان ترک مطرح است، نه پان کرد، نه پان بلوچ و نه پان عرب، زیرا پان در کشور تنها به قوم یا ملتی تعلق می‌گیرد که سرنیزه و قانون را به طور انحصاری جهت سرکوب، یعنی جهت آزادی کشی و برابری ستیزی در دست گرفته است. در ترکیه پان ترکیست و در ایران پان ایرانیسم با مضمون پان آریانیسم و انحصار زبانی میتواند مطرح شود. اقوام یا ملیت‌های محکوم پان نمیتوانند باشند. آنها خواهان آزادی و برابری هستند که از طرف قوم یا ملیت حاکم و مدافعین آن متهم به و برابری هستند که از طرف قوم یا ملیت حاکم و مدیریت آن متهم به تجزیه طلبی میشوند. گاه بر اثر سیاست نادرست حاکم اقوام یا ملیت‌های محکوم اقوام یا ملیت‌های محکوم به آن سو، یعنی جدایی طلبی هم کشانده می‌گردند. همچنان که شما هم به درستی اشاره کردید، من تجزیه طلب نیستم، زیرا طرفدار ایران فدرال هستم که در آن هر قوم یا ملیتی خود را اداره می کند و جمعاً به عنوان ملت ایران دفاع از کل ایران را با دولت مختلط و با پارلمان مرکزی مختلط اداره کرده و حفظ کنیم. نخست با علت باید مبارزه کنیم و نه با معلول. در تجزیه ایران دودش به چشم همه ما خواهد رفت و گرمایش نصیب دیگران خواهد شد. با سپاس مجدد ضیا صدرالاشرافی. ممنونم از هر دوی شما دوستان عزیز. پس از این خانم بهیه جیلانی از من خواستن که از شما بینندگانی که برنامه های آقای ضیا صدرالاشرافی رو در تلویزیون های مختلف روی وبسایت و روی یوتیوب و اینها دیدید و ایشون رو میشناسید، نوشته هاشون رو میشناسید، بگید که به نظر شما آقای ضیا صدرالاشرافی ملیگرا هستند و ایشون نوشته که چرا اینها خود را ترک ایرانی میدونن. ما ترک ایران ایرانی نداریم، ما به اصطلاح ایرانی داریم که آذری صحبت میکنن. این مسئله ترک و آذری اینها من چون نه دانشش رو دارم نه به اصطلاح سوادش رو دارم وارد بحث نمیشم. اگر کسی هست که میدونه و میتونه این گوی و این میدان. بله 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 آقای چرا رفتن که جواب چه عرض کنم انتقاد کرده در جواب کوتاه همین اشاره کفایت میکنه. بله این ایمیل رو من چون دیدم یه جنبه عمومی داره و اتفاقا آقای
خداوند لو هم با فدرالیزم در ایران مخالفه، من برای ایشون هم فرستادم، ایشون هم جواب خودشو دادن و اینجوریه دیگه. ما اگه بخوام هی ایمیل به این بفرستیم به اون بفرستیم پاسخ اونو بفرستیم اینا واقعا به جایی نمیرسیم. و بهترین روشی که من دیدم اینه که این دوستان هر کدومشون 10 دقیقه، ربع ساعت، نیم ساعت، یه ساعت بیان برنامه خودشون رو به اصطلاح بگن، نظریات خودشون رو بگن و الی آخر. من در رابطه با آقای روزبه مشکین خط از ایشون سوال کردم که خیلی از دوستان درباره این حزب شما که در ایران اجازه دولت رو داره از من پرسش کردن و به نظر میاد که اساسنامه یا مرامنامه‌ای روی وبسایتی که به ما دادید نیست و اینها باید چیکار کنن. ایشون گفت من الان در سفر هستم و از اون طرف وبسایت ما یه مقداری قدیمی شده، داریم روی اونم کار میکنیم. دو تا قول دادن، اول اینکه تا رسیدن به تهران یا هر جایی که زندگی میکنن این اساسنامه رو به صورت کتابی، دفتری، دفترچه‌ای برای ما کپی کنن بفرستن. دوم اینکه وبسایتشون که به روز شد اساسنامه و مرامنامه رو رو اون بذارن. خدایش من هنوز نمیدونم اساسنامه چیه، مرامنامه چیه. تا امروز فکر میکردم، تا دیروز فکر میکردم اساسنامه و مرامنامه یه چیزیه. حالا یه نفر ممکنه بگه مثلا این عربیه، من نمیگم، در صورت من فکر نمیکنم مثلا عربا این کلمه اساس استفاده، در صورت نمیدونم. شما میدونید تفاوت اساسنامه و مرامنامه چیه؟ من تا دیروز نمیدونستم، الانم نمیدونم، منتظرم که یاد بگیرم. خب و اما اجازه بدید که من اینجا ویدیوی کودکی که با قاشق نمیدونه چه باید کرد، بذارید من اینو براتون بیارم و ببینم که میتونم بهتون نشون بدم. جیف، جی آی اف، اینجا هست و آها، من اینو برای چند تا از دوستان فرستادم و گفتم که این رو دوست داشتم برای اینکه خب ما تازگی ها هنوز یه ماه هم نشده، ما پدر بزرگ و همسرمونم مادر بزرگ شده و یه مقداری الان متوجه شدم حتی مثلا تبلیغ های تلویزیون هم بچه ها رو که میبینیم بیشتر توجه میکنیم. ببینید این به نظر میاد پسر باشه، قاشقه تو دهنشه، میخواد بگیره، دست میدونه که باید با دستش بگیره، با چشمش هم داره میبینه ولی نمیدونه چه کار کنه. من برای دوستان نوشتم گاهی وقتا خود من دچار این اشکال میشم، وسیله رو دارم، به اصطلاح راه حلش هم میدونم ولی نمیدونم چجوری باید از این وسیله استفاده کنم تا به مقصد برسم. خداییش اگر دوستان اپوزیسیون بدشون نمیاد این یه مقداری منو یاد اپوزیسیونم میندازه که ببینید قاشقو داره، چشم داره، عقل داره، دو تا دست داره، ولی تا صبح هم ما این ویدیو رو، البته این تکراره، این یه کلیپ کوتاهه، ولی تا صبح هم ما اینو نشون بدیم این کودک خوب نمیتونه این قاشق رو از دهن خودش، تازه دهنم مال خودشه، یعنی اگه تو اگه دهنش رو باز کنه این قاشق میفته راحت میشه، ولی فعلا میبینید که چگونه مشغول شده. آیا این شما رو یاد اپوزیسیون ما نمیندازه؟ اینم از این ماجرا. و اما ببینم دیگه براتون چی گذاشتم تا ساعت 3 که آقای سعیدی، بله اینجا نوشتم ویدیوی کودک و قاشق و خودم و اپوزیسیون. بله 5 ماه می که دیروز بود از این طرف جشن میگیرن و اینها، از اون ور یه عده‌ای به اصطلاح یادبود قربانیان هولوکاست هست روز 5 می. چرا 5 می نمیدونم، اینا رو یکی یکی باید بریم دنبالش بخونیم تحقیق کنیم. و امروز ما یک وسیله دستمونه به نام اینترنت که واقعا گاهی وقتا دیگه فکر میکنم اگه این نباشه ما چجوری میتونیم اصلا زندگی روزانمونو یا روزمره رو به اصطلاح بگذرونیم. همین یک ساعت قبل از، بله یه ساعت، 1:14، هنوز یه ساعت هم نشد، چرا، یه ساعت قبل از نیاک یک ایمیلی به دست من رسید که نوشته Congress to vote on confronting Iran in the Arabian
گولف، عربیان گولف یا هم پرژن گولف، خلیج فارس خودمون رو اینا هی شروع کردن، هی مینویسن عربیان گولف. حتی زمان شاه اون آقای مایک والاس گفت خلیج، شاه بهش گفت چرا میگی خلیج، مگه تو مدرسه نرفتی، مگه اونجا نخوندی که این خلیج فارسه، تو کتابات چی نوشته بود؟ گفت بله نوشته بود خلیج فارس. ولی میدونید عربا به خاطر پول زیادی که میدن و لابی زیادی که دارن توی مجلس آمریکا، این رو هر وقت دلشون میخواد به عنوان خلیج عربی نام میبرن. ولی اینجا نیاک گفته It's called the Persian Gulf period. تمام، این اسمش خلیج فارس هست دیگه، بحثی هم درش نیست. بعد دنبال کنید این به اصطلاح چیزای نیاک رو. یک برنامه هم دارن در سپتامبر یا ماه سپتامبر، اینها هر سال یک به اصطلاح دور هم جمع میشن و میبینید خیلی منظم ویدیوی پارسال رو دارن نشون میدن. از الان که می جون جولای آگست سپتامبر، برای 5 ماه دیگه برنامه ریزی میکنن. و اونایی که مخالف اینا هستن چیکار میکنن؟ فقط فوش میدن، نمیرن خودشون یه اتاقی بگیرن، یه هتلی بگیرن. من نمیدونم واقعا از فوش دادن و تهمت زدن به کجا میرسید. 37 سال این کار کردید، نیاک داره با سرعت پیش میره و شما انقدر با سرعت دارید میرید پایین که ممکنه از اون طرف کره زمین بیفتید پایین، در جا میزنید. اینم از این ماجرا. من یکی از اونایی هم، اولین مجری برنامه هستم که موقعی که آقای تریتا پارسی جوانی بود و این برنامه رو شروع کرده بود باش مسابقه کردم، همونجوری که اولین کسی هستم که با آقای سیامک ستوده موقعی که تلویزیون‌ها جرأت نداشتن با ایشون مصاحبه کنن مصاحبه کردم، همونجوری که اولین تلویزیونی هستم که موقع مجاهدین توی لیست تروریست بودن هیچ کس جرأت نمی‌کرد اسمشون رو بیاره، من بهشون برنامه دادم. نه برنامه روزی 1000 دلار، دوستان روزی 10 دلار، فقط برای که می‌خواستم صدای اینا خفه نشه. و یکایک چه کار کردن؟ حالا بازم دم نیاک گرم، حداقل چه میدونم مای 100 دلار برای این تبلیغش میده، روی وبسایت ما هست. آقای سیامک ستوده که همچین که معروف شد و تلویزیون‌های دیگه شناختنش، برای همون 150 دلاری هم که میداد ما برنامه‌شو هر روز پخش می‌کردیم، حالا یا تحت فشار مجاهدین یا هر کسی اونو قطع کرد، درست مثل آقای محیط دیگه، که مجاهدین همچین که از لیست تروریست در آمدن یه لگد هم زدن به ما که براشون مجانی کار می‌کردیم، تهمت و توهین و اینها هم همراهش بود. یعنی اون وقت اینا میخوان برن مملکت رو بچرخونن، اینا میخوان به شما راهنمایی کنن که چگونه به اصطلاح مملکت، بی خود نی بابا، ملت با همین آخونده ساختن و میگن اقلا آخونده آدمهاشو کشته، پولاشو دزدیده و دیگه حالا ما میدونیم نبض اینا رو چجوری در دست بگیریم، اونا میدونن خیلی به ما فشار نیارن، حالا بیایم تازه یه نفر جدید رو بیاریم، آقای رضا پهلوی رو بیاریم که توی یکی از صحبتاش گفت بود اگه امروز نیان این کارو بکنید بعدا ما به شما پاسپورت نمیدیم. این مرد نمیدونه برای رفتن به ایران، شما که ایرانی هستی پاسپورت احتیاج نداری، پاسپورت برای ایرانی هست که بخواد بیاد بیرون. آقای رجوی رو میخوان بیارید، اول برید پیداش کنید ببینید زنده است، مرده، مجروح، نصف بدنش نمیدونم آهنیه چیه. خانم رجوی رو میخوان بیارین، خانم رجوی که الان دیگه شده مادام العمر رئیس جمهور، اینو میخوان ببرین چیکار کنید؟ رئیس جمهوری سوریه مادام العمر را بندازه؟ بیاین بگی چه کسی رو به اصطلاح دنبال میکنید، کجا میخواین برید، چه کار میخواین بکنید، به ما بگید، چون ما دنبال شما آمدیم. خب اما این هم راجع به هولوکاست و روز یادبود قربانیان. و اما جیمیل که هک شده بهتون پیشنهاد میکنه که فوری برید پسوردتون رو عوض کنید. بنده پسوردم رو امروز عوض کردم، ولی من فکر میکنم اون کسی که چیز کرده 4 روز دوباره میاد هک میکنه، یه سری همون جدیدا با پسورد جدید میفروشه به دیگران. خب این از این ماجرا. و اما بریم در پوشه کامپیوترمون و بخونیم جهان واکنش‌های بین المللی به استعفای نخست وزیر ترکیه. حالا این ترکیه نخست وزیرش
بدبخت چه کاره بوده که حالا استعفا بده یا نده. البته وقتی یه جایی یه نفر استعفا میده، مخصوصا اونم شخص دوم مملکت، نشون میده که اون مملکت از ثباتی که باید و شاید برخوردار نیست. واکنش های این خبر رو دوچه وله قسمت فارسیش نوشته. بذارید براتون مقاله رو بزرگتر کنم تا بتونیم با هم بخوانیم و آگاه شویم. واکنش های بین المللی به استعفای نخست وزیر ترکیه. استعفای احمد اغلو یا احمد داوود اغلو واکنش های عمدتاً نگران کننده‌ای در غرب برانگیخته است. اروپا نگران سرنوشت قرارداد در مورد پناهجوهاست و آمریکا نیز ضمن تأکید بر ادامه همکاری با ترکیه ابراز امیدواری کرده که دموکراسی در ترکیه نقض نشود. استعفای احمد داوود اغلو نخست وزیر ترکیه از رهبری حزب عدالت و توسعه ترکیه که عملا به معنای برکناری او از مقام نخست وزیری هم هست با واکنش های بین المللی متفاوتی روبرو شده است. این هم از این. و نوشته که با اعلام داوود اغلو مبنی بر کنارگیری از رهبری حزب و نخست وزیری ترکیه به نظر میرسد که این اختلاف به سود گفتم بهتون اینو تو انگلیسی مینسن اردوغان، ولی بعضیا دیدم اردوغان هرچی میگن، ولی من انگلیسی اسم این رو که خوندم این اردوغان میگن، حل شده باشد. بیشتر بخوانید بحران سیاسی در ترکیه و کنارگیری نخست وزیر، این بیشتر بخوانید خیلی جالبه. یعنی من اینقدرشو گفتم، حالا شما اگر براتون این جالبه، هر سال میرید ترکیه رفتید منزل خریدید، ویلا خریدید، صحبت‌های آقای شهرام شب‌پره رو گوش دادید یا شرکت‌های ساختمانی دیگه، حالا کلا رفته سرتون یا سود بردید و اینا، اونجا دیگه شما مسئول هستید که برید و دنبال کنید. و اما آقای مسعود سهیلی، آقای مسعود ناصری و چند تا دوست دیگه برای من لینک‌های فرستادن از most expensive kebab ever، یعنی گران‌ترین کباب که تا حالا دیده شده. یه آقای وایساده دوتا کباب، اتفاقا به نظر من کبابه مثل کبابی بود که افغانی ها درست میکنن، چون ما ایرانی ها تو کباب فقط گوشت و بعضی ها تخمه میزنن بعضی ها نمیزنن، گوشت و پیاز و یکم زردچوبه و نمک فلفل میزنیم. افغانی ها سبزی هم میزنن، جعفری هم میزنن، بعضی ها دوست دارن بعضی ها دوست ندارن. این آقا یه خوراک کباب رو درست میکنه 990 پوند 1000 پوند میفروشه. حالا خود 1000 پوند بعضی وقتا دو برابر چیز میشه، نزدیک 1500-600 دلار تا 2000 دلار. گفتم والا دنیا دیوونه شد، من ترجیح میدم یه چلو کباب 10 دلاری، حالا یه جایی هم گرون فروشی میکنن 20 دلار 27 دلار 30 دلار بخورم، باقیه این 1000 دلار اگه دارم بدم به اون بچهای گرسنه‌ای که توی دنیا از گرسنگی میمیرن. و الا حالا این گوشت نمیدونم چی باشه، مثلا آقای سرکه رو نشون میداد که سالادی که درست میکنن میرزن روی سرکه فلان بطری 150 دلار، بعد میگن نگاه کن ببین چه قوطی اومده، مگه من گاوم که بخوام قوطی سرکه رو بخورم؟ این دیگه سرکه یه بطرش میخرید 3 دلار، یه دب چقدر گالونش میخرید نمیدونم 6 دلار. اینا دیگه رسیدن به جایی که یه نفر فکر میکنه که اینی که اینقدر پول داره نمیدونه چه کار کنه، من چجوری ازش این پول رو در بیارم و بخورم. بذارید بهتون این کباب هم نشون بدیم ببینیم که حالا برد این آقا هست، نمیدونم این قیافه و این، چون معمولا آشپزا لباس سفید میپوشن، ولی این آقا یه لباس آبی رنگی پوشیده، لابد این هم همون جزء اون کبابای 1000 پوندیه که باید اینجوری باشه. بعد نه اجاقش طلا هست نه چیزی، همین ببینید داره اینجا کباب درست میکنه، بعد میذاره توی ظرفی، کباباش هم خیلی کوچیکه. اینجا کباب شمشیری دوتاش اگه بگیرین از ستای این بزرگتر بیشتره. خلاصه سالادم با دستش اینجوری میریزه رو اینها، امیدوارم دستشوی توالت که میره دستاشو بشوره با صابون.
خلاصه اینجا تو آمریکا با پلاست دستکش دست باشه. خلاصه بعدم این آقا توضیح میده، من نمیدونم حالا این کلاه ایرانی تاجیکی کجاست، اگه کسی میدونه بگه. در صورت من ندارم که 1000 دلار یا 1000 یورو یا 1000 پوند بدم چلو کباب. اگه داشتمم این کارو نمیکردم، ولی بعضی وقتا نگیم نمی کردم. شاید ما هم اگه داشته باشیم اونقدر که این پولا رو ناحق بدون کار کردن به دست بیاریم، بعد ما مجبور بشیم اینجوری خرجش کنیم. خب و اما این نامه آقای زیاد صدر رو خوندم و یک مسابقه ای بوده گویا در نیدرلند. نیدرلند همون هلند خودمون میشه دیگه. و میگه که آماتور یعنی اینایی که غیر حرفه‌ای هستن، هنرمندان غیر حرفه‌ای آمدن و نقاشی کشیدن یا عکسی هرچی، یکی از اونایی که مورد به اصطلاح پسند قرار گرفته و به نظر میرسه که وضعیت اروپا و اسلام رو داره میگه اینه. نوشته اسلام، بعد یه درخت کوچولوییه که این با آب پاش داره بهش آب میده، بعد یه تنابه یقه اینو گرفته. ولی من فکر میکنم که این رو فتوشاپ کردن، این اروپا یا اروپا رو اینجا وقتی گذاشتن رنگ دور این یک کمی معلوم نیست، چون من این عکس رو با چند تا چیز مختلف دیدم. در هر صورت باز این نقاشی که نشون میده، این خیلی این درخت باید بزرگ بشه تا این بند تناب باز بشه، بعد تازه بره بالا تا ایشون رو خفه کنه. من از این کوچکتر و بهترش دیده بودم، یه درختی بود تا اینجا، بند تنابم بهش اینجا بسته شده بود به گردن این، هرچی این آب میداد زودتر خودش رو خفه میکرد. این هم بعضی از این به اصطلاح نقاشی ها و اینها که نمیدونم به چه صورت آدم باید چیز کنه. بله این یادداشتی دنبال این میگشتم که این سینکو د میو از کجا اومده و اینها. NBC نیوز هم گویا بذارید ببینم تاریخش مال کی هست، May 5, 2016، دیروز در این مورد به اصطلاح یک نوشته ای رو نوشته بود و یک ویدیوی رو نشون داده بود و بعدم توی خیابون توی نیویورک از مردم سوال میکرد و اکثر مردم نمیدونستن که اصلا این سینکو دی میو در رابطه با چی هست. اینجا نوشته که No, Cinco de Mayo is not Mexican Independence Day. Here is what it is. میگه که این روز استقلال مکزیک نیست. حالا ما براتون اینجا میگیم که این چی هست و بعد ویدیو رو نشون میده که میخورن و مشروب میرقصن اینها. بعدم راه میفته میره تو خیابون سوال میکنه، از خیلی ها سوال میکنه، نمیدونن اصلا چیه، از یه عده دیگه سوال میکنه، همه جواب غلط میدن و آخرش توضیح میده. اگه خواستید شما هم از گوگل، ما یکی از چیزایی که بعد اتفاقا پریروز بود با آقای روزبه مشکین خط داشتم میگفتم، ایشون گفت آدرس ماهوارتون رو بدید یا فرکانس ماهواره رو بدید، یا گفتم آقا من 2003 ماهواره رو گذاشتم کنار آمدم و خیلی هم خوشحالم، چون اونایی که بیننده برنامه‌های من هستن یا روی یوتیوب اینترنت یا فیسبوک اینترنت یا باز اینترنت تلویزیون مردم، مردم TV.com. و وقتی اینجوریه دیگه ما میدونیم بهش که بابا این با گوگل بلد کار کنه، با نمیدونم ask.com بلد کار کنه، با یاهو سرچ، با بینگ اینها بلد کار کنه. این روزایی که اونام زرنگی کردن دیگه شما لازم نیست بری تو صفحه google.com، همون آدرسی که قبلا مینوشتی حتی با فارسی هم بنویس یه چیزی بذار داخل اون برات پیداش میکنه. یعنی اینها سرچ انجین رو، این انجین جستجوگر رو، موتور جستجوگر، موتورم انگلیسیه، سرچ انگلیسیه، انجین انگلیسیه، این باز رسیدیم به سلام و درود، باید زبان پویا باشه. خودتون ببینید که موقعی که پدر مادر من و شما فارسی حرف می زدن، همه کارهای روزمره هم انجام می دادن، چند تا لغت به نسبت امروز کم بلد بودن که امروز اضافه شده. اون وقت شما میخواین تازه برگردونید ما رو ببرید به 3000 سال پیش که اونها چون کشاورز بودن در ایران، این کلمه درود رو آقای چیز توضیح داد،
از درو کردن، درویدن آمده و منظورشون این بوده که به اصطلاح درو خوبی داشته باشی. نمیدونم، مثل ما اینجا به هم میگیم have a good day یا have a good time، اوقات خوبی داشته باشید. اون موقع چون براشون کاشت و داشت و برداشت مهم بوده، طرف وقتی میخواست دوستش رو ببینه میگفته که امیدوارم مثلا حالا برداشت خوبی داشته باشید، امیدوارم برداشت خوبی داشته باشید، برداشت فکری نه برداشت داس و گندم و اینها. حالا این دوستان، من برای آقای یزدان خدا بندلو باز امروز نوشتم من نمیدونم اگه من به جای سلام به شما بگم درود، بعدشم وقتی میخوام برم تو مغزم باشه خداحافظ به امید دیدار، ولی به شما بگم بدرود تا درود دیگر، چه چیزی از آخوند کم میشه، چه چیزی بر من اضاف میشه جز این که بین من و شما اشکال انداخته. حتی من از ایشون سوال کردم شما پدر و مادرتون زنده هستن؟ اگر زنده هستن وقتی زنگ میزنی، تلفن میزنی یا میری خونشون بهشون میگی چی؟ میگی درود پدر عزیزم یا میگی سلام بابا جون؟ ایشون گفت هر دو فوت کردن و به اصطلاح کم میاریم، براتون جوک نیست، حقیقته. آقای هادی خورسندی آمده بوده اینجا، رفته بوده تگزاس، برنامه گذاشته بوده، گفت که آمدیم و برنامه گذاشتیم و اینها، یکی از دوستان وسط اون بریک که حالا همه میرن دستشویی، بنده خدا هادی خورسندی هم خب سنی ازش گذشته، همین ما هم که بالای 50 هستیم، بعد یه ساعت دو ساعت اولین جایی که میریم مثل تیری که از کمان رها میشه با بدویم بریم دستشویی، مگر اینکه دیگه یکم سنمون رفته باشه بالاتر مثل بچه‌ها دوباره پوشک بسته باشه. خلاصه میگه حالا ما رفتیم میخواستیم دستشویی هم بریم، این آقا ما رو گیر آورده، آقا خیلی خوشحالم که آمدی تگزاس و چقدر برنامه خوب بود، فقط یک گله از شما دارم. گفته بود چه گله از من داری؟ گفته بود شما امروز یه چیزی گفتی یه کمی به من برخورد. چی گفتم بهت برخورد؟ گفته شما اولی که آمدید گفتید سلام. گفته خب آقا من دیگه عادت کردم سلام میگم و والا این عربا به هم دیگه سلام نمیگن، اصلا اونا کاری به کار ما ندارن، ما خودمون به خودمون گیر دادیم. بعد میگه که گفت حالا بهم گفت که از امروز سعی کن بگی درود. گفتم چشم، پسر داداشم هم به من همینو میگه ولی یادم میره، دوباره وقتی میبینمش بهش میگم سلام. گفت آفرین، آفرین بر پسر داداش شما و اینها. گفتم آقا الان بریم، نوبتمون شده بریم دستشویی، اجازه بدید بریم قبل از اینکه جیش کنیم تو خودمون. گفت که بله تشریف ببرید، خوشحال شدم، به پسر داداشتونم سلام منو برسونید. شما که گفتی نگیم سلام، گیر میفتیم میشیم مثل بچه های کلاس پنجم، فرهنگ لغاتمون رو محدود میکنیم، میشیم مثل مایی که در سن بالا اومدیم آمریکا، یه چند مدت هم آلمانی یاد گرفتیم، حالا وقتی میخوایم صحبت کنیم باید فکر کنیم، در صورتی که افرادی که به اصطلاح توی محیط توی یک جامعه بزرگ شدن دیگه صحبت که میخوان بکنن فکر نمیکنن دنبال لغات بگردن، فکر میکنن که چی میخوان بگن درباره چه موضوعی. ولی ما باید ببینیم که بله آف ویدرزن به زبان آلمانی اینجا میشه سی یو لیتر، میشه نمیدونم گود بای، میشه چی به فارسی چی میشه. حالا یه مشکلی هم شما اضافه کردید که من تو فارسی به فارسی هم باید ببینم آقای امید و امیدوار رو که میبینم بهش بگم درود و بدرود، آقای نمیدونم فلانی رو که میبینم بگم سلام و خداحافظ، اون یکی رو که میبینم بگم خیلی خوشحالم از دیدنتون، وقتی هم میخوام برم بگم با امید دیدار. ای داده بیدار، 37 سال خودتون رو گذاشتید سر کار، آخوندم اونجا داره میگه و میخنده و میبره و میخوره و میکشه، شما هنوز میگید این چون گفت سلام پدر سوخته مأمور جمهوری اسلامی. خب این هم از 5 دی میو، 5 ماه می، ساعت 2:44 دقیقه است و 16 دقیقه دیگه امیدوارم که آقای سعیدی تماس بگیرن و بتونیم با هم یه گفتگوی دوستانه داشته باشیم. یه دوست خوبی دارم که برای من به اصطلاح مقاله میفرسته، موضوعایی رو میفرسته، خب اینجوری خیلی خوبه، به جایی که من هی از این وبسایت برم تو اون وبسایت و اینها، وقتی که این دوستان میفرستن کار ما رو آسان‌تر میکنن.
این رو برای من فرستاده بود. من به شوخی نوشتم چیه جونت میخواره، میخواد خانمت از منزل بیرونت کنه یا چیه اینها؟ گفت نه سوربی جان، الان رسم شده هم توی ایران هم توی اینجا، ببینید الان اینجا هم نوشته نوترین .ira میگه خانوما و آقایون وقتی از هم طلاق میگیرن این عروسی که کیکی میخرن و جشن میگیرن با دوستانشون، اینجا هم دوستانشون احتمالا مثلا این خانومه که سر همسرش رو جدا کرده و آقای داماد اینجوری نگونبخت رفته با کله پایین، نه بی کله دیگه، کله ای نمونده، با شونه با شانه با نمیدونم چی بگم والا رفته اون پایین، احتمالا این جشن طلاق یا جدایی این خانم بوده از همسرش. گفتم وای به اینها اگه بچه داشته باشن، و کسی که برای جدا شدن از همسرش، چه زن از شوهر چه شوهر از زن، جشن بگیره، این خانواده واقعا مرده و از بین رفته ولی خبر ندارن. من دیدم افرادی رو که با وجودی که جدا شدن از هم، انسانهای شریفی هستن، بدون بچه یا با بچه خیلی با هم خوبن، دوستن، میگن آقا خانم ما چند سال همه تلاش خودمون رو به خرج دادیم، با عشق هم شروع کردیم ولی دیدیم نمیتونیم با هم همسر باشیم، نمیتونیم با هم هم منزل باشیم، تصمیم گرفتن جدا بشیم. حالا که جدا شدن مثل انسان متمدن جدا میشه، نه اینکه شبا تو تلویزیون ببینید طرف رفته خانمشو کشته، خانمه رفته آقاها رو کشته، بعد یه خانم دیوانه‌ای با کمک دخترش اول شوهرشو کشت، بعد نمیدونم پسرشو کشت، بعد میخواستن اون دختر دیگر رو بکشن، بعد دادستان اینا فهمیدن گفتن آقا وایس رو ببینیم، بعد فهمیدن که چه موادی هم به اینا میده، حالا ما نگیم تو تلویزیون، اینا رو یکی یکی سر به نیست میکرد. درصد ممنونم از این دوستمون و امیدوارم اگر یه روزی هم رسیدید به جایی یا رسیدیم به جایی که دیدیم نمیتونیم با هم همسر باشیم، هم خونه باشیم، هم کار باشیم، نه فقط برای ازدواج خونه و اینها، من و شما شریک بودیم، آقا دیگه از امروز نمیتونیم شریک باشیم. والا من چندین شریک داشتم، روزی که خواستن برن گفتیم که بابا بیا اینجا دو رقم کار میکنیم، یا شما اینا رو بگیر قیمت بذار رو میز من انتخاب میکنم، یا من قیمت میذارم رو میز. از این عادلانه تر میشه؟ دوستم هست الان آقای مهدی سالهای سال رفته کالیفرنیا ولی لطفش شامل حال منه، شریکم بوده، انقدرم از من تعریف کرده، گفتم والا ملت فکر میکنن ما به شما یه پولی دادیم که تعریف کنی، گفت نه دیگه من حقیقتو گفتم. در صورت که همین آقای مهدی راننده آقای فیلابی بود، با آقای فیلابی التماس کرده بود آقا من زن دارم 3 تا بچه دارم، یکی از این ماشین کهنه ها رو من شریک کن. شماهایی که دفاع میکنید از خلق از مساواتی، نکرده بود. من رفتم بهش گفتم بیا آقا شریک این ماشین باش، شریک شد، بعدم آمد یه ماشین دیگه هم شریک شد، بعدم از من که جدا شد 4 تا ماشین خرید، راه انداخت، کار میکرد، بعد یه دفعه هوس کالیفرنیا زد سرش، گفت میخوام برم اونجا، خانواده خانمم اونجاست، اونجا راحتم فلان اینا. گفتم نرو، دوری و دوستی الان که میری سالی یه بار یه ماه هیه هفته، برای که چون دور بودید وقتی میرید مثل مهمان هستید، برید نزدیک بشید. همین دوستمون که این عکسو فرستاده به من گفتون ای کاش اینجا بودی با هم بیشتر صحبت میکردیم اینا، گفتم نه آقا بذار همین جوری دوری و دوستی باشه. اون دوستمون رفت، البته اوائل مشکلاتی داشتن ولی بالاخره فهمید که بابا خانواده یه چیز دیگه میگه، شما یه چیز دیگه میگی، اینجا بهش میگن کامپرومایز. کامپرومایز رو من به فارسی فکر کنم کوتاه آمدن باشه، آقا کامپرومایز، حالا دیگه نمیدونم، دوستانی که انگلیسیشون از من بهتره گهگاهی من رو مسخره میکنن به خاطر انگلیسی، اونا چی میگن. و اما درباره آقای سعیدی و ماده‌گرایی، اگر شما روی ویکی‌پدیای فارسی برید دوستان، تمام چیزهایی که در ویکی‌پدیا پیدا میکنید درست نیست، این مثل دایره المعارف نیست. دایره المعارف رو یه نفر چند نفر رفتن تحقیق کردن، بعد یه ادیتور ویراستگر آمده نگاه کرده و اینها، تازه همون غلط داره. این ویکی‌پدیا من و شما میتونیم بریم بنویسیم که خانواده سربی یکی از پادشاهان قدیمی بودن در شیراز، بعدن گفتن نه آقا ما پادشاه باشیم خیلی تشریفاتی حوصله نداریم، پادشاهی رو دادن به کریم خان زند. بعد یکی دیگه میگه آقا اینها تو ویکی‌پدیا نوشته، با این سربی اصلا 16 است،
ماشاءالله دماغ که گنده، چاق و توپل هم هست، عین 16 میتونه چلو کباب بخوره. 16 است. به ویکی‌پدیا خیلی اطمینان نکنید، ولی من برای که یه چیزی یاد بگیرم و دو سه تا این ورور با انگلیسی و اینها بتونم یک به اصطلاح معیاری داشته باشم، نگاه کردم و نوشته که به انگلیسی ماتریالیست، به فارسی میشه ماده گرایی، به دید نه ماده و نر ماده ها، ماده گرایی گفت به دیدگاهی گفته می شود که ماده باوری یا ماتریالیست بر این باور است که هر آنچه که در هستی وجود دارد ماده یا انرژی است و به همه چیزها از ماده و همه چیزها از ماده تشکیل شدند و همه پدیده ها از جمله آگاهی نتیجه برهم کنش های مادی است. به عبارت دیگه ماده تنها چیز است و واقعیت عملا همان کیفیت های در حال رخ دادن ماده و انرژی است. بحث بیشتر رو با آقای سعیدی ادامه میدیم. صحبت از آقای سیامک ستوده بود. خب اینا یه نشریه رو به نام روشنک دارن، سالهای سال روشنک رهایی، اینجا نوشتن، امروز فرستادن این رو ساعت 9 صبح. سلام دوستان، به پیوست روشنگر 104 را همراه سرمقاله و اتحادیه‌های کارگری در خدمت دولت سرمایه‌داری و یک شعر از کارل ساندر را برایتان ارسال میکنم. موفق باشید. حالا مطلبشون رو اگه اجازه بدید یک پاراگرافش رو من میخونم. بارها به اینها گفتم شما ای کاش مینوشتید، هر کسی این مقاله رو خوند تا اینجا برای ما جواب بده، بعد ببینید چند نفر جواب میدن، چند نفر خوندن، ولی هم خودشون میدونن کسی، ایرانی ها معمولا اهل خوندن نیست، هم من و شما میدونیم اینی که یواشکی از زیر این کار در میرن. بذارید من براتون این رو بزرگتر کردم و ای کاش ما بتونیم. دوستی، اتفاقا دوستی از کالیفرنیا دیروز آمده بود و گفتم امیدوارم بتونیم با هم کار کنیم. اینجوری باشه وقتی من دارم حرف میزنم اون ور نشسته میبینه این به اصطلاح خیلی کوچیکه، بزرگترش کنه. ولی آخر قفلت دیروز و وظیفه امروز، آیا روحانیت حاکم بر ایران غیر ایرانی است؟ آقای سیامک ستوده می نویسه که ناسیونالیسم ایرانی پدیده ای بی منطق، دروغگو و هرجایی است. هر چه به زبانش بیاید میگوید، بدون هیچ گونه وجدان علمی و کوچکترین پایبندی به حقیقت، برای رسیدن به مقصود خود به طور بلهوسانه ای مدعی هر آنچه که میخواهد میشود، برایش ابدا مهم نیست آنچه را که میگوید ذره ای از واقعیت در آن وجود داشته یا نداشته باشد. در مورد تاریخ بی محابا دروغ میگوید، از کاه کوه میسازد. تمام قوانین تاریخ را، حتی همانهایی را که ناسیونالیسم های اروپایی که باید قاعدتا الهام بخشش باشد کشف نموده، به راحتی زیر پا میگذارد و راجع به شاهان باستان به تحریف سری و گاهی خنده آور واقعیت میپردازد. کوروش را بزرگترین ناجی حقوق بشر اعلام میکند. بردهداری را سر خود از تاریخ هخامنشی هست می نماید. به میل خود به زنان کارگر ایران باستان حقوق برابر با مردان و حتی مرخصی با مزد برای ایام بارداری و زایمان می دهد و حتی در مقاله ای ادعا می کند اقتصاد ساسانیان ترکیبی از سرمایداری و سوسیالیسم بوده است و همه مردم بیمه بودند بدون اینکه حق بیمه و عبارض پرداخت کنند. این رو در تلویزیون های مختلف شاهد هستین. خود آقای مینویی هم توی این تلویزیون به کرات این رو گفتن. در دو سه برنامه گذشته هم دیدید که من با ایشون تماس گرفتم، گفتم آقا اینجوری هم نیست، این کاری که شما دارید میکنید مثل اون چیزی بود که اون آقای کی بود بیچاره، اتفاقا شوهر خواهرش یا برادر زنش آقای گرگین بود، خدایا این دوست رفیقی که سیبیل داشت و در دادگاه حاضر شد و اینها، خسرو، عجب، یکی بگه، احمد بگه از چیز، چجوری اسمش یادم رفته، گل سرخی،
مثلا میاد میگه که حضرت علی بزرگترین نمیدونم مارکسیست بوده فلان بسار، اون یکی دیگه از اون ور نشسته میگه علی روزی 700 تا سر میبریده، روزی 7000 تا سر میبریده، که امروزه با دستگاه های برقی و جدید و اینها فکر نمیکنن این سلاخونه ها مثلا بتونن در روز که ساعتم روزم از صبح چراغ بیشتر دارن تا شبم چراغ بیشتر دارن 7000 تا بره رو سر ببره، حالا چه خواسته آدم و اینها بماند. کارمون خیلی خرابه. برای چی؟ برای که همین آقای سیامک ستوده که اینو مینویسه بهش میگم آقا شما بیا، شمایی که داری از حق کارگرای افغانی دفاع میکنی، اینها برای من بگو یک حکومت کارگری کی در رأس قرار میگیره، کی قانون گذاره، کی قانون نویسه، کی مجری قانونه، کی قضاوت میکنه. نمیان. میدونید چرا نمیان؟ به نوشته های خودشونم باور نداره. اینم از این ماجرا. ساعت 2:56 است. بله، خلاصه ادامه میدهد این خصوصیت ناسیونالیسم ایرانی البته امری اتفاقی و بدون دلیل نیست. اتفاقا امروز وقتی که برای آقای یزدان خداوندلو داشتم می نوشتم، ایشون نوشت مثل اینکه قسمت دوم نوشته من رو که در رابطه با هویت ایرانی هست نخوندید. میگم آخه آقا شما ببینید الان دیگه آمریکا، حالا درسته این یک کشور به اصطلاح از مهاجرا ساخته شده، اینا هم با وجودی که هی میخوان این به اصطلاح میهن پرستی و این ملیگرایی آمریکایی رو تزریق کنن، ولی نمیشه، به بنبست میخوره و خودشون به این نتیجه رسیدن که جهان شده یک دهکده کوچیکی که دیگه مرز و اینا هم نباید داشته باشه. اون وقت شما میخواین ما رو دوباره ببرید توی مرزی؟ حالا رفتیم اونجا چی میشه؟ شما تهرونی میشی، من شیرازی میشم. شما میگی ما پایتختی هستیم، میگم برو دو دنبال کارت. شما موقعی که تهرون شهر نبود شیراز پایتخت بود، اون یکی از اصفهان میپره وسط میگه شما دوتا برید این و بذارید باد بیاد یک کمی. موقعی که هیچ کدومتون بلد نبودید اصفهان پایتخت بود. میخواین چه کار کنید؟ اینا رو بذارید کنار، بگید انسانم آرزوست. اون شعره بود گفت از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست. شما اگه انسان باشی تو خیابون وقتی داری راه میری یه بچه‌ای میفته زمین ازش نمیپرسی ایرانی هستی؟ دستشو بگیری بلندش کنی؟ بعد ازش بپرسی حالا شیرازی هستی؟ اگه نه بندازی زمین. یه جوکی میگفتن، میگفت یکی هواپیماش داشت سقوط میکرد، مسافر گفت که یا امام عسکری نمیدونم چیزی به فریادم برس. گفت آقا امام آمد و گرفتش. بعد گفت منظورت کدوم امام عسکری بوده؟ مثل که یکی داریم حسن عسکری، یکی دیگه من که بلد نیستم، یکیش امام دومه، یکیش امام یازدهمه. مثلا این بدبخت خدا زده گفت امام دوم، گفت نه آقا من امام یازدهمم، ولش کرد رفت. تفاوت شما با این جوکه چی میشه که اگر یه نفر به صرف این که مثل من تنبله، به جای این که بیاد حالا هی درود رو بگه یک کلمه انگلیسی سعی میکنه یاد بگیره، شما اینو از خودت نمیدونی، این میره جزء لیست سلامگویان، اون میره جزء لیست درودگویان. این درودم خیلی ها که درود درود میگن، ما دیدیم همشون دروغ دروغ میگن، مثل که راحت تره دروغ و درود به هم نزدیک تره. 2:58 است. من صدای تلفن رو باز کنم و منتظر آقای سعیدی باشیم. ببینیم من یک پیامی هم اینجا گرفتم، ببینم این مال کیه هست، برای برنامه بوده چیه. بله، آها، این دوستمون از آلمان زنگ زده در رابطه با هولوکاست صحبت کرده، اجازه بدید پیام اینو پخش کنیم. آقای سعیدی منتظر شد. آقای فوزی خسته نباشید، من فقط میخواستم یک توضیح کوتاهی بدم راجع به اون چی که شما در رابطه با هولوکاست در برنامه روز دوم مای گفتین. چون خودم در آلمان زندگی میکنم، در آلمان صحبت کردن راجع به هولوکاست ممنوع نیست، کتمان هولوکاست ممنوع. خیلی ممنون از محبتتون، خدا نگهدار. ممنونم، متشکرم. در این باره من بیشتر تحقیق میکنم و به اصطلاح خوشحال میشم با شما یه بحثی داشته باشم. آقای سعیدی بذار من بهت زنگ بزنم عزیزم. گویالا شما زنگ زدی، شمارت اینجا هست. کال بک بفرمایید.
دوستان ببینید، نه دستی، نه شماره‌ای، نه بوغی، نه تلفنی، همش شده اینجوری. سعیدی سوربی هستم از تلویزیون مردم. ببخشید شما زنگ زدید، من پیام این دوستمون رو از آلمان میخواستم بشنوم، شما رو قطع کردم. حالا من زنگ میزنم، شما نیستید، لطف کنید با ما زنگ بزنید. شما رو تلفن ما. الو جانم. سلام عرض میکنم. بله سلام، شما خوبه؟ از این پیامگیرهایی داری که میتونی قطعش کنی صحبت کنی. آقای سعیدی خیلی ممنونم، لطف کردید اون روز چون من زیغ برنامه و تایم بود، شما امروز صحبت میکنید. ولی من هنوز میخوام از شما یه سوالی رو بکنم درباره اون کلاس 1339، کلاس اول. شما از این کتابا داشتید یا شما هم مثل من جوانتر از اون هستید و وقتی آمدید عکس به اصطلاح شاه و فرح و اینها بود به جای عکس شاه و اشرف؟ و اون کتاب رو شما چجوری میبینید؟ به اصطلاح یه مقداری جامعه رو ناراحت نمی‌کرد کسی که توپ نداشت بازی کنه؟ یه دفعه عکسی میدید که توی خونه 10 تا توپ تو حیات مدرسه و بازیشون اینا هست. حقیقتش اون دوره به من نمیخوره. من تقریبا چون در حال دوران دبستان رو زمانی شروع کردم، ما اتفاقا در تهران بودیم، در یه منطقه فقیر نشین تهران بودیم آقای سوربی عزیز. بله. در خیابانی به اسم هاشمی، سرسبیل و هاشمی و اون طرف. سرسبیل شنیدم ولی نمیدونم، بلد نیستم تهران. اون موقع که ما خوب یادم آقای سوربی، آب رو از داخل جوی وارد انباری خونه ما میشد، یعنی آب واز میکردن شبا میامد تو انباری و بعد مادر من با تلمبه زدن این آب رو از تو انباری، آبی که از تو جوب آمده بود، می آورد تو حوض می ریخت و اونجا به اصطلاح با اون آب ظرف می شست، کارهای خودش انجام می داد. تو یک چنین شرایطی که تمام خیابونها خاک و خل بود، آسفالتی در کار نبود، در انتهای اون خیابون هاشمی مدرسه‌ای ساخته بودند آقای سوربی، بیش از 25 کلاس داشت، ساختمان خوب و مرتب، حیات بزرگ، بازی برای والیبال و انقدر بزرگ بود که میشد حتی فوتبال بازی کرد تو حیات. یک چنین مدرسه ای رو ساخته بودن و ما این راه رو از خونه تا مدرسه تو اون خاک و خل میرفتیم و برمیگشتیم، ولی وقتی وارد مدرسه میشدیم فضای متفاوتی میدیدیم. منظورم اینه که یک اقداماتی انجام شروع شده بود به انجام که همه ازش بهره مند نشده بودن به طور طبیعی. اینی که شما دارید میگید راجع به دبستان داریم میگید؟ بله دبستان. اوکی. به نظر میرسه شما هم سن و هم دورهای من بودید. منم اون موقع یادم، ما تو شیرازم توی منزلمون چاه بود، شوهر عمم از اونجا با این چرخا چاه آب میکشید و میریخ، تا بعد لوله کشی که آمد یه دونه شیر سر حوض گذاشته بودن که من یادم بازی میکردم. شما خیلی بهتر بوده. من عرض میکنم آبی که ما میامد تو خونمون از جوب میامد. بله بله. آلودگی دیگه در اوج. منظورم اینی که در مملکت وضعیت بسیار نابسامانی داشت آقای سوربی. بله. و وقتی که این حرکت رو به سمت بهبودی آغاز شد، اونم نه به خاطر همت مثلا پهلوی ها یا ما مردم ایران، به دلیل همسو شدن سیاست های کشورهای پیشرفته با منافع ملی ما. اونا از کمونیسم میترسیدن، میخواستن ایران رو کمرش راست بکنن. آها. خب. به همون برنامه‌ای که بعد از جنگ دوم شامل حال آلمان شکست خورده و ژاپن شکست خورده شد، شامل حال ایران هم شد، منتها به یه دلیل دیگه، به دلیل مجاورت ما با اتحاد جماهیر شوروی. بسیار ممنونم آقای سعیدی. من امروز یه مقداری راجع به این ماتریالیسم خوندم و نمیدونم شما اون قسمت برنامه رو شنیدید یا من بخونم.
اولا به این ویکی‌پدیا چقدر آدم میتونه اطمینان کنه به مطالبی که اونجا می‌نویسن؟ به نظر من به هر حال بسیار مفیده. مراجعه به این سایت ها یه ویو، یک تصویر اولیه به هر شخصی میده و بعد میشه خب به منابع دیگه هم مراجعه کرد، ولی بهتر از هیچه به نظر من، خیلی مغتنمه. پس شما با من هم عقیده هستید که به یک منبع یا یک چیز به اصطلاح تکیه نکنیم، بهترین کار اینه که از چند جای مختلف ببینیم و بخونیم، بعد یا کامبینیشن اینها یا به قول معروف از بین خطوطی که خوندیم اون چیزای صحیح رو بکشیم بیرون، امیدوار باشیم که صحیح و درسته. بله طبیعیه، ضمن این که خب ما اقتدامون به ذهن و مغزمونه دیگه، هر انسانی به اون چیزی که اهمیت داره تفکرشه، تجربه هاشه. به هر حال یادم نمیشه ناامید بود از اون برداشت های شخصی، بیشتر به نظر من میشه کس کرد بهش اقتدا کرد. بسیار من آقای سوربی جان. درسته که ما از هم یاد میگیریم، ولی پروسس ذهنی ما، اون تجزیه تحلیلی که خودمون میکنیم، اون بهترین یاور ماست، هر کسی در سطح خودش. بله، من همیشه باور دارم که درست به همین دلیلم هست که اول ما میریم دبستان، بعد میریم دبیرستان، تا اون موقع مثل یه بچه‌ای که دستش رو میگیرن که راه بره، یا دوچرخه‌ای که دو تا چرخ بغلش، ما از اون چرخا نداشتیم، ما ولمون کردن می‌خوردیم زمین، پامون ضعف می‌شد یاد می‌گرفتیم. ولی بعد که به دانشگاه میرسیم، این اونجاییه که شما میگی دیگه حالا خوندن و بلد شدی، تحقیق و بلد شدی، برو بخون و تحقیق کن و نتیجه گیری کن. من ساکت میشم، شما در مورد مطلبی که میخواین صحبت کنید، و اگر دوستان بخوان با شما تماس بگیرن، شما میخواین شماره تلفن بدید یا میخواین شماره تلفن ما را بهشون بدیم با ما تماس بگیرن، من با شما تماس بگیرم، ایمیل، فیسبوک، یه چیزی بگید اگه دارید، که اونا اگه نه با تلویزیون مردم تماس بگیرن تا ما اونها رو با شما در تماس بذاریم، تا بعد شما یه شماره گوگل وایس بگیرید برای این برنامه یا برنامه خودتون، یک ایمیلی، یه فیسبوکی، هرچی. بفرمایید. ببینید سوربی عزیز، امروز من یه مطالبی رو چند پریروز خدمتون عرض کردم، امروز میخوام یک نکته ای رو باز بکنیم با هم با کمک شما، که این وضعیتی که در طول 100 سال گذشته تو کشور ما اتفاق افتاده رو بهتر ببینیم. ما اگر مجذوب خودمون بشیم و خودمون رو بیش از اندازه ارزیابی کنیم، به خطای بزرگی رفتیم. مسئله اینجاست که کشور ما یک کشور کاملا عقب افتاده بوده در زمانی که اروپا تجربه های شگرفی داشته و با سرعت پیشرفت میکرده، ما دقیقا در همون زمان در حال سقوط بودیم. به دو دلیل، اول به دلیل اینکه خب شیعه گری در ایران واقعا باعث اضمحلال ملت ایران شده، و دقیقا در زمانی که اروپا تجربه های مثبتی رو داشته، ما خب درگیر این بودیم که برای حوائج روزمره خودمون هر ساعت چجور دعایی رو باید بخونیم. اشارم به همون قضیه یه که در زمان شاه طهماس اتفاق افتاد تو کشور ما، و اون شیخی که اومد و شیعه گری رو تئوریزه کرد در ایران. خب توی یک چنین شرایطی، یک چنین ملتی، وقتی 100 سال 200 سال از قافله تمدن عقب میمونه، وقتی که چشم باز میکنه یک دفعه میبینه که جهانی برای خودش انقدر پیشرفت کرده که این حتی امید به رسیدن به اون رو نداره، چه حالتی ایجاد میشه؟ برای بهترین و کارآمدترین و اندیشمندترین ایرانی ها در اون زمان، حالتی که ایجاد شده شیفتگی نسبت به بیگانه و خودباختگی بوده. به این دلیل بوده که تو کشور ما روسوفیل شدن یا انگلوفیل شدن، یعنی نوکر انگلیس یا نوکر روس بودن،
یه ارزش بوده حتی تا این اندازه رجل سیاسی ما، نه مردم عادی، رجل سیاسی ما به نوکری انگلیس و روسیه افتخار میکردن، پرچم اونا رو سردر خونشون میزدن. توی یک چنین شرایطی طبیعیه که هر اتفاقی در کشور ما افتاده بعد از اون، دستهایی در سامان دادن اون اتفاق به اصطلاح در کار بودن. حتی من اون پریروز خدمتتون عرض کردم انقلاب مشروطه ایران هم نتیجه تحولات اجتماعی ایران نبود، نتیجه رقابت روس‌ها بود با انگلیس‌ها بود با روس‌ها، که اون موقع بر حسب تصادف روس‌ها قافیه رو در واقع برده بودن، انگلیس‌ها قافیه رو باخته بودن به روس‌ها، و این انقلاب مشروطه با کمک اونها و به اصطلاح حتی همکاری ترک‌ها، ترک‌های عثمانی در ایران برنامه ریزی شد. اون قضیه اشغال تهران و اینا هم حتی می‌دونید اون سردار لور از اروپا اومد و به اصطلاح این طوائف مرکزی ایران رو اینا رو بسیج کرد و اومدن از شمال هم یه عده دیگه اومدن تهران اشغال کردن. منظورم اینه که این حوادثی که در کشور ما میفته، ما اگر حوادث بین المللی و اراده کشورهای پیشرفته رو در نظر نگیریم و اونو ملاحظه نکنیم، به اصطلاح به جایی نخواهیم رسید، به نتیجه درستی نخواهیم رسید. منظور از این قضیه این هستش که ما یه فرصت تاریخی و طلایی در دورانی که به نام پهلوی ما میشناسیم برامون پیش اومد. علت این دوران هم دقیقاً در مناسبات بین المللی بود، به ایران ارتباط نداشت، ولی ایران از اون بهره‌مند شد. دو تا شخصیت سیاسی در این مقطع طلایی از تاریخ ایران که استعمار استثناءً دست از سر ما برداشت و منافعش با منافع ما همسو شد، در صحنه سیاست ایران ظاهر شدند، رضا شاه و محمد رضا شاه. رضا شاه به نوعی، محمد رضا شاه به نوعی، اینها سمبول ها هستند آقای سوربی. مسئله اینی که ما این فرصت طلایی رو درک نکردیم. ما ملت ایران درگیر مسائلی شدیم که بسیار حقیرتر از اون بود که میباید، و نهایتا خب جب بین المللی هم به این قضیه دامن زد. مثلا برای مثال اون موقع چریکبازی متداول شده بود، روس‌ها و امریکایی‌ها درگیر بودند از نظر ایدئولوژی در کوبا، در امریکای جنوبی، در افریقا، در مناطقی از آسیا روس‌ها همینطور داشتن پیشروی می‌کردند از نظر ایدئولوژی، و این جهان غرب رو به شدت به وحشت انداخته بود. اینها به این دلیل بود که خب اون شرایط طلایی برای ایران رو به اصطلاح کمک کردن بهش. حالا ما ملت دچار سوء تفاهم بودیم، یه عده از جوانای ما درگیر چریکبازی شدن، مد روس شده بود اون موقع دیگه، اسلحه به دست گرفتند، کارهای ابلهانه کردند، جزنی ها، گل سرخی ها، این جو همه گیر شد. از یه طرف آخونده مردم عادی رو به اصطلاح ارگانایز می کردن، تئوریزه می کردن، توی مغزشون رو شستشون می دادن. اون طبقه متوسطی که در اثر اقدامات به اصطلاح درست اقتصادی در ایران به شکل گرفته بود، هم توسط یه گروه دیگه داشتن شستشوی مغزی می شدن، توسط چپ‌ها، توسط ملیونی که منافع ملی رو نادیده می گرفتن و بازی چپ‌ها رو می خوردن. اینها هم طبقه متوسط شستشو دادن. بله آقای سعیدی، عذر میخوام، میشه وقتی که صحبت میکنیم با هم بریم جلو یا به اصطلاح؟ بله بله، خواهش میکنم. ببینید شما، من اولا دوستان اون روز شما صحبت کردید، مثل که بعضی هاشون شما رو تو رادیو تلویزیون دیگه شنیده بودن، میدونستن، به من گفتن که ایشون طرفدار سلطنته. گفتم باور کنید من نمیدونم، هیچ وقت من و آقای سعیدی به این
به اصطلاح صحبت نرسیدیم که ازشون بپرسم. برای من اصلا مهم نیست که طرفدار سلطنت باشید، طرفدار پادشاهی باشید، هر چی میخوان باشید، حق و حقوق شما. شما خودتون رو طرفدار پادشاهی میدونید؟ عرض کنم به خدمتون که من معتقد هستم که سیستم پادشاهی پارلمانی تنها امید برای آینده ایران. بسیار عالی. تو صحبت‌های شما من دیدم دو سه بار به این نکته اشاره کردید که شرایط و زمان و اینها کاری هم به حقیقتاً شاه و رضا شاه نداشته، شرایطی بوده که بر اساس اون صلح الجیشی بودن ایران از لحاظ جغرافیایی با روسیه، اون جزای کمونیستی، اون تاریخی که اون موقع فرانسه به اصطلاح اروپا داشت با اون سرعت پیش میرفت، بعد ایران به خاطر قاجار به اون فلاکت افتاده بود و اینها. ولی توی صحبت‌های شما من میبینم که مردم رو شما خیلی مقصر میدونید. آخه مردم، همین آمریکا الان هر جا صحبت میشه، توی جنگایی که رفتن، توی سازندگیایی که کردن برای دنیا، مردم آمریکا خیلی سهیم نیستن، نقشی ندارن. خب بله، شما به جزنی میگید که کار ابلهانه ای کرد، دیگران کار ابلهانه ای کردن. اینجا نقش اون دولتی که در رأس کار بوده چی بوده؟ ضمناً شما اگه طرفدار پادشاهی پارلمانی هستید، من اینو نمیفهمم. یعنی پارلمان پادشاه رو تعیین میکنه یا پادشاه توی خانواده همینجور ارثی میگرده مثل انگلستان، ولی مردم هم میان رأی میدن، نماینده ها اونجا به اصطلاح مسئول قانونگذاری و اجرا و اینها هستن و اون پادشاه یا کینگ یا کوین هیچ مسئولیتی نداره. منظور شما از پادشاهی پارلمانی چیه؟ چه کشوری رو به اصطلاح قبله آمال میدونید؟ بله، این سوال خوبی آقای افشارسوردی. برای اینکه این مسئله به اصطلاح زمینه ای هم داشته باشه، من وضعیتی که در اروپا پیش اومد رو یه توضیحی بدم. ببینید، وقتی طبقه سرمایه داری در اروپا شکل گرفت، من میرسم به اون سوال شما، فقط یه دو دقیقه زمینه چینی میکنم. وقتی طبقه سرمایه داری در اروپا شکل گرفت، در اون موقع خب اغلب کشورهای اروپایی پادشاهی بودن. اصولا پادشاهی نظام به اصطلاح متداول دنیا بود. این طبقه سرمایه‌داری وقتی به وجود اومد، وقتی مؤسسات صنعتی خودش رو همینطور توسعه داد و کارگاه‌های کوچیک رو تبدیل کرد به مؤسسات صنعتی بزرگ، وقتی که محصولاتش رو بیشتر و بیشتر تولید کرد، ماشین‌آلات مکانیکی رو یکی بعد از دیگری به وجود آورد، ابزارآلات نظامی دقیق بهتری ساخت، کتاب چاپ شد، فلزکاری و استخراج معادن متداول شد، مدارس فنی و مهندسی به وجود اومد، بانکداری به وجود اومد، نساجی به وجود اومد و ده‌ها چیز دیگه. وقتی یک چنین شرایطی در اروپا به وجود اومد، دولت‌های اروپایی به این نتیجه رسیدن که باید این بخش جدید یعنی سرمایه دارها رو در اداره امور کشور شرکت بدن. یعنی اون حالت توتالیتر که یا کلیسا یا یک حاکمی همه چیز رو تصمیم میگیره دیگه نمیتونست ادامه پیدا کنه. کشورهای اروپایی در رقابت با هم بودن. این طبقه جدید نوپا سرمایه دار که بسیار هم نفوذ پیدا کرده بود، ناگزیر باید وارد صحنه تصمیم گیری میشد. این بود که اغلب کشورهای اروپایی به این نتیجه رسیدن که باید پارلمان داشته باشن، نمایندگانی رو انتخاب کنن و اینطوری بود که زمینه به وجود اومدن یه نوعی از جمهوریت ذهنی برای مردم اروپا پیش اومد. علتش این نبود که در واقع یه مصلحت اندیشی این مسئله رو پیش ببره ها، علتش ماتریالیستی بود. علتش این بود که یه طبقه سرمایه‌داری عملا به وجود اومده بود و این طبقه حق خودش رو و سهم خودش رو میخواست و به این دلیل ناخودآگاه به طور طبیعی جوامع اروپایی به سمت پارلمان سوق پیدا کردن. تمام کشورهای پادشاهی دقیقا همین مسیر رو طی کردن. یعنی اینکه نیومدن اساس نظام رو تغییر بدن، اومدن پارلمان رو اضافه کردن به سیستم پادشاهی که توتالیتر بود تا قبل از اون.
پارلمان اضافه شد و این سهمی بود که طبقه نوپای سرمایه‌داری اروپا برای خودش می‌خواست و به اصطلاح منفعت جامعه هم در قبول این قضیه بود. حاکمیت‌ها برای اینکه در رقابت تنگاتنگ با کشورهای دیگه موفق بشن ناگزیر شدن که این طبقه رو وارد صحنه سیاسی کنن. پس این زمینه اصلی به وجود اومدن جمهوریته. منتها جمهوریت معنیش این نیستش که نظام پادشاهی نباشه. شکل درست و منطقی جمهوریت اتفاقا در سیستم پادشاهیه، یعنی پادشاهی پارلمانی که پادشاه میره به یک نقطه میشینه که در اون نقطه هیچ مسئولیت اجرایی نداره و اون نظام به اصطلاح تکنوکرات ها و اون اشخاص برجسته جامعه اونا وارد صحنه سیاست میشن. حالا شما ممکنه این سوال رو مطرح کنید که پادشاه اصلا چه نقشی داره در یک چنین سیستمی؟ برای اینکه جواب من رو به عنوان شخصی که این مسئله رو تئوریزه کردم که اصولا چرا پادشاهی، چرا جمهوریت درست نیست و پادشاهی درسته، من جواب رو اینطوری به شما میدم. ببینید الان جامعه بشری به حقوق بشر فکر میکنه، به دموکراسی فکر میکنه، به آزادی فکر میکنه. ابزار رسیدن به آزادی و دموکراسی فقط و فقط جدا شدن سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه از هم و آزادی مطبوعات و سندیکاها نیست. چیزی ورای اون برای حفظ دموکراسی لازمه و اون تشکیل نهادهای دموکراتیکیه که مردم به وجود میارن. این نهادهای دموکراتیک مثلا فرض کنید قضات برای خودشون یک کانونی به وجود بیارن، اساتید دانشگاه یک کانون برای خودشون به وجود بیارن، کانون فکری، نویسندگان همینطور، همه اون وکلا همینطور، غیره همینطور. این گروه های فکری و به اصطلاح شغلی در هر جامعه هر کدوم با توجه به تخصصشون کانون باید برای خودشون داشته باشن. این کانون ها اتفاقا در نظام پادشاهی میره در اون سامانه پادشاهی مدیر چیز میشه، متمرکز میشه. این برای احزاب آزاده، برای آزادی مطبوعات، برای جدایی سه قوه است. این کانون ها هر کدوم با توجه به تخصصشون به اصطلاح درست اجرا شدن قانون اساسی کشور رو زیر ذره‌بین خودشون میذارن و اتفاقا در نظام پادشاهی پارلمانیه که پادشاه مسئول سامان دادن و هماهنگی این کانونهای دموکراتیکه. یعنی ما دیگه در نظام پادشاهی پارلمانی نه کاخی داریم نه تشریفات آنچنانی. این یک ساختمانیست، شخص پادشاه یا هر کسی که به اصطلاح بعد از او جانشین او میشه، که حالا اونم قابل بحثه آیا چه مکانیزمی وجود داشته باشه که سلامت این سامانه پادشاهی رو تضمین بکنه. اول به من بگید مثل کدام کشور؟ الان بسیاری از کشورهای اروپایی نظام پادشاهی پارلمانی دارن. یکیشو بگید که ما ببینیم خونه رئیس خونه پادشاهش، این قصرهای مثلا که من رفتم انگلستان دیدم نباشه، یا من شنیدم مثلا میگن مال هلند و مال سوئد و اینها با دو چرخه میرن و اینها، ولی شما اسم ببرید تا من برم عکس خونه و منزل و مثلا اون گارد و اینا رو بگیرم. بعد ضمن شما تو صحبتاتون اول گفتید پادشاه هیچ مسئولیتی نداره، الان شما گفتید پادشاه مسئول سر و سامان دادن به تمام این به اصطلاح یونیونا یا سندیکاهایی هست که از حقوقدانان از کارگران گرفته. یکم من میدونید من گیج بودم، حالا گیجتر شدم، بفرمایید. من بعد صحبت کردم، در واقع منظورم این بود که این کانونهای دموکراتیک که دولتی هم نیستند، اینا ملی هستند، مردم هستند که این کانونها رو تشکیل میدن. این کانونها باید یه
نقطه اتکا و یک نقطه اتصال به هم داشته باشن. منظور من اینه، برای اینکه این قانون‌ها قدرت بگیرن و بتونن حسن اجرای قوانین رو در واقع تضمین بکنن، لازمه که سازماندهی بشن در یه جایی، در یه ساختمانی یک جلسات مشترک هم با هم داشته باشن، هر کدومشون از یک زاویه‌ای حسن اجرای قانون اساسی رو در کشور مطالعه کنن و بعدم یک نشست عمومی داشته باشن. به نظر من میشه برای یک نظام پارلمانی، پادشاهی پارلمانی، یک مسئولیت در هماهنگی بین این قانون‌ها رو برای پادشاه پیشبینی کرد. در واقع پادشاه میشه یک نقطه‌ای برای جوش خوردن این قانون‌های دموکراتیک، که در صورتی که در قوه اجراییه یا در هر قسمتی از کشور انحرافی ایجاد شد و یک گروهی به قدرت رسیدن که خواستن تندروی کنن، این قانون‌های دموکراتیک هستند که یک به اصطلاح امیدی رو ایجاد می‌کنن برای اینکه مردم جلوی اون انحراف رو بگیرن. ببینید، این تئوریه، این نظریه است. در شاید هم در هیچ جای دنیا یک چنین به اصطلاح جایگاهی برای پادشاه در نظر گرفته نشده باشه، ولی ما الان در ابتدای قرن 21 هستیم. اگر نظام پادشاهی پارلمانی رو تعریف قرن 21 ازش میخوایید، اینه. یعنی پادشاه یک محل و به اصطلاح شخصیتیه که هیچ چیز اجرایی نداره، مسئولیت اجرایی نداره، ولی یک قانونیه برای به اصطلاح حفظ سلامت سیاسی. الان که شما گفتید و من میدونم که شما طرفدار پادشاه پارلمانی هستید، من راحت تر میتونم سوالامو بگم، چون با بعضی ها که صحبت میکنم میگن آقا درست مثل یه خانواده که پدر اونجا نشسته، اگه دعوایی شد بین این پسر و این دختر، اون میشینه باهاشون صحبت میکنه و اینها. میگم ای بابا، شما از یه طرف میگید که پادشاه هیچ مسئولیتی نداره، از طرفی مقایسش میکنید با پدر یه خانواده که از موقعی که بچه دنیا نیومده اون بنده خدا همینجوری مسئولیت داره، بچه دنیا میاد، مدرسه میره، دعوا میکنه، مسئولیت داره و ضمناً همیشه این پدر داره زحمت میکشه تا بتونه اینها رو به اصطلاح با آبرو، با دانش بزرگ کنه. پس این مقایسه مثل یک پدر خانواده درست نیست. یه چیز دیگه به من نشون بدید، مثلا بگید مثل انگلستان، مثل این خانم 90 ساله‌ای که نشسته اونجا و کارمندان چه عرض کنم، این ماموران آتش نشانی اعتراض کردن، میگن آقا ما میگیریم سالی 30,000 پوند، 40,000 پوند، 60,000 پوند، این با دربار سالی یک نمیدونم 60 میلیون یه چیزی اینجوری خرجشه. بعد قشنگ دربار پاسخ داده که چرا ناراحتید، شما انگلیسی ها هر کدومتون یه پوند در سال به ما میدید، یه پوند 70 میلیونید، 60 میلیونید، 60 میلیون به ما میدید. خب ببینید، این یعنی آرزوی من فکر کنم آرزوی انگلیسی ها این باشه که این از بین بره، اون بعدی که میاد پسره که گفت من نمیخوام، بدیم به بچه هام که همین ویلیام و اینا هم که میخوام بیان، اونا بشن پادشاه. من فکر کنم اینا هم اگر واقعا به یک وجدان و آگاهی برسن، همون چیزی که شما میگید، من چرا تو این قصر باشم که اینقدر طول و عرض داره، اینقدر خدمه داره، اینقدر مأمور مواظب من باشه، تازه من هیچ کاری هم قرار باشه نکنه، خب میرم ماکسیمومش میشم رئیس جمهور، من فعالیت میکنم، مردم تشخیص میدن من دانش دارم، رشتم اینه، مثلا این اینا، حالا بازم صد شرف به اینا، طرف رفته بود تو جنگ و خلبانی و اینا شرکت کرده بود که البته بعد آبروریزی شد، گفتن این آقا یه نفر اومده برای جنگ، 20 نفر مسئول بودن مواظب این باشن، هر جا میره سری باشه، چیز نشه، اینها که دیدن اینم جنبه تبلیغات داشته. کلن من فکر میکنم باز شما این جواب من رو بدید که اون مملکتی که شما گفتید و قشنگ توضیح دادید، این توضیحتون خیلی قشنگ بود که به دلیل اینجوری و ماتریالیسم و اون نگرانی های کشورهای دیگه از کمونیست و اینها اینجوری شد و اینجا رسیدیم، دو سه بار چون مردم رو
سرزنش کردید و گفتید حتی این مردم به خاطر نادانی کارایی کردن که خیلی افراطی بود و من قبول دارم با شما. من سوالم اینه، وظیفه حکومت رضا شاه، دولت رضا شاه، وظیفه دولت آقای شاه چی بود در آگاه ساختن، چی بود در کنترل مردم، چی بود در اینکه اینها به افراد کشیده نشن؟ آیا این وظیفه رو انجام دادن یا به نظر شما میاد که کوتاهی کردن؟ چون من یکی از صحبتایی که من میدونید وقتی مهمونی میرم خیلی از این دوستان میگن آقای سربی شما که ضد شاه هستی، میگم والا موقعی که شما پولای دزدی رو داشتید این ور و بر می‌خوردید، من مجانی داشتم توی آلمان و اینها، هم برای همین شاه و رضا شاه میدویدم مجانی و من ضدشون نیستم. من به این نتیجه رسیدم این کار نمی‌کنه. بعد میشینم باهاشون صحبت میکنم، میگم خب حالا شما بیاین به ما بگید که همه خوبیای شاه رو ما دیدیم و تو تلویزیونای لس آنجلسی هم از صبح تا شب گفتن و ما به این نتیجه رسیدیم این شاه و باباش بهترین آدم، دانشمندترین، نابغه‌ترین بودن و مردم ایران نابکارترین، نمیدونم نشناسترین، خائنترین بودن. خب یکی به من بگه این 57 سال کی مسئول مردم بوده؟ کی 30 میلیون رو اینجوری نابکار، خطاکار، خائن، نمک نشناس به بار آورد؟ شما میدونید شاه توی یکی از برنامه‌هاش بهش گفتن آقا اینجوری شد و اینا، گفت که شما میدونید طبق قانون اساسی من مسئول نیستم. یعنی شاه به این سادگی حتی دروغ میگفت. از اون ور تو تمام کارها، ریزترین کارها شرکت میکرد، دستور میداد، میگفت دیگران نمیفهمن. وقتی بهش میگفتن آقا این کار خراب شده، میگفت شما عجب آدمایی هستید، مگه نمیدونید من طبق قانون مشروطه شاه مسئولیتی نداره. من میخوام از شما سوال کنم که همه خوبی های پادشاهی رو میدونید، به نظر شما پادشاه و پدرش چه اشتباهی کردن که مردم ایران در سال 1357 چنین کردن که من و شما میدونیم؟ آقای سوربی دست روی نقطه گستش نید که خب خود منم تو خلوت خودم وقتی به این اشتباهات که اتفاق افتاده فکر میکنم واقعا قلبم به درد میاد. مسئله خیلی به اصطلاح پیچیده است آقای سوربی عزیز. اولا اعتقاد و همراهی پادشاه ایران با غرب و سیاست های غرب، این اعتقاد بیش از اندازه بوده. پادشاه بیش از اندازه به غربی ها اعتماد داشت. دوما وحشت بیش از اندازه از جنبش چپ، از اصطلاح چپی ها، که همونم باعث شد چپی های ما یه مقدار زیادی به سمت تندروی برند. در واقع نمیشه گفت همه اینا رو پادشاه ایران کرد. در واقع شرایط طوری بود آقای سوربی که واقعیت اینه سیستم اطلاعاتی ایران توسط غربی ها برنامه ریزی شد. اسرائیل نقش مهمی داشت در به وجود اومدن ساواک و خب این احمقانه است که ما فکر کنیم که اونا نفوذی نداشتن تو ساواک ما. اونا نفوذ داشتن بدون تردید و همه چیز تحت کنترل حکومت ایران نبوده. به همین دلیلم ما دیدیم که در سال 57 چه اتفاقات عجیب و غریبی افتاد. اون برنامه گل سرخی رو ده ها بار از تلویزیون پخش کردن. همه خواننده های پاپ ایران که اصلا نمیدونستن سیاست رو چجوری بنویسن شروع کردن به سیاسی خونی. آره مثلا این گل سرخی بیچاره کسی که میاد میگه امام حسین و امام علی نمیدونم بزرگترین سوسیالیست دنیا بودن، اصلا خبر نداره که تو 1500 سال پیش حرفی از این مهاجرها نبوده. درست میرسیم مثل همینایی که الان دارن میگن زمان کوروش نمیدونم خانم ها چیز میگرفتن برای بارداری. من میگم که بابا زمان کوروش که ایران کشاورزی بوده. بله کسی بله. زنها که برای دولت کار نمیکردن، همه به صورت قومی این برانور کار میکردن. کدوم ده خبر داشته که چی؟ فقط دولت میمده به اصطلاح اون چیزای سالیانه رو میگرفته، مسئولیتی داشته، کجا حقوق بدن و نمیدونم حالا شما باردار شدی برو حقوق بگی. خب اگه این کارو میکنیم که
دقیقا یه چیزی شده مثل این آخونده که پول میدن به هر کی بچه میزاد 1,000,000 تومان میدن و بعدم مثل آمریکایی که هر چی شما بچه پس بندازی، الان میدونی که یه نفر هست 19 تا بچه داره. حتی تو کانادا من دیدم یه کسی 24 تا زن داره، 150 تا بچه داره، از همین مورمنای هست که اینا هستن. یعنی میبینیم داغونن. یه چیزی من از شما تشکر کنم، شما میتونم بگم اولین طرفدار پادشاهی هستید که یه جواب منطقی دادید، گفتید که اولا این سوال سوال بزرگیه، چون اونای دیگه بدونی که به سوال فکر کنن پاسخ میدن. بعد شما گفتید خود منم توش موندم که چرا چنین شد. من از شما به خاطر این ممنونم، این باعث میشه من برم بیشتر تحقیق کنم، دوستان بیننده و شنونده برن بیشتر تحقیق کنن که چرا اینجوری شد. اینی که مردم میگن چون شکممون سیر بود نمیدونم انقلاب کردیم، بعد حالا آقای ناصر پاکنژاد میاد میگه که مردم گرسنه هستن نمیتونن کاری انجام بدن، یه مقداری برای من بابا ملت از گرسنگی حمله میکنن به جاهایی که خوراک هست میگیرن، آدمای فقیر از فقر حمله میکنن به جاهایی که ثروتمندا هستن ثروت اونا رو میگیرن. چجوری آقای پاکنژاد شما برمیداری نامه مینویسی برای 90 خورده نفر و میگی که مردم چون فقیرن و دو سه جا کار میکنن فعلا نمیتونن، فعلا وقت ندارن بیان انقلاب کنن. من از شما به نوبه خودم ممنونم آقای سعیدی و امیدوارم دوستان برنامه شما رو با دقت گوش کنن. این تا یکی دو ساعت دیگه میره روی اینترنت و روی بایگانی و بازپخش میشه تا دوشنبه هر روز. اگر سوالی دارن تا روزی که شما شماره تلفنی بخواید بذارید و ایمیل و اینها، با من با شماره تلفن مردم تیوی تماس بگیرن، پیام بذارن، سوالاشون رو از شما بکنن. با شما اگر هم فکرن بگن که بله ما هم، بعضیا بهمون تهمت میزنن که شما پیرو سلطنت هستین. سلطنت این روزا با این ولایت فقیه یکی شده، کلمه سلطه وسن همین پادشاهی پارلمانی به نظر من آبرومندانه تره. من اوایل فکر میکردم دوستان میگن ما پارلمان انتخاب میکنیم، بعد پارلمان با شناختی که داره پادشاه رو انتخاب میکنه، که اینم الان اینجوری که شما گفتی به اصطلاح یه جوری نفی میشه، ولی شما هنوز من نگفتی پادشاه چجوری انتخاب میشه. اگر یه شاهی بیاد بچهش 9 ساله باشه و نمیدونم 12 ساله باشه یا بچهش عقب افتاده باشه، اون میشه پادشاه یا اینکه شما یه روش دیگه‌ای دارید؟ باز هم شما گفتید هنوز ممکنه این در حد فکر باشه، ایده باشه، و ایده داشتن خوبه چون یه روزی میتونه به عمل برسه. من ساکت میشم، شما پاسخ بفرمایید. بله خب در این مورد میشه عرض کردن مکانیزمایی در نظر گرفت و اگر یه ملتی تصمیم بگیره مثلا سیستم پادشاهی پارلمانی داشته باشه، طبعا باید روی این پدیده هم تصمیم بگیره که این پادشاه به اصطلاح واجد چه شرایطی باید باشه، و این اونطوری نیست که حتما الزاماً هر بچه بیاد جای پدرش رو بگیره. نه، باید یک به اصطلاح تدابیر رو یه ملت اتخاذ بکنن برای این قضیه. علت این که من به پادشاهی پارلمانی برای ایران اشاره کردم این که خب ببینید کشور ما یک کشوریه که اقوام مختلف درش هست، اصولا پادشاهی در ایران همیشه یه جایگاه محترمی داشته. بگذاریم که توی اون شرایط عرض کردم دوران دهه 60 به بعد اون چریکبازی ها و اون شرایط اون تنپاشی هایی که بر علیه نظام می شد تا اون حدی پیش رفت که اونایی هم که با نظام کار می کردند غروب که از سر کارشون می آمدند خونه می شدند ضد نظام، یعنی صبح خودشون به اصطلاح از مجریان و مدیران و برنامه ریزا و عرض کنم سرمایه‌دارهای سیستم بودن که داشتن کار میکردن با سیستم، ولی آنچنان جوی در جامعه به وجود اومده بود که حتی اونها هم انکار میکردن ارتباطشون. چرا؟ میخواستن روشن بگن ما روشن فکریم. آفرین، صبح میشدن کاپیتالیست، شبا میشدن کمونیست. علتش اینه که اون فضا، اون فضایی که اینقدر ببینید پادشاه ایران مخصوصا محمد رضا شاه اینقدر مجذوب حرکت به سمت مدرنیسم بود و اینقدر مجذوب این تفکر بود که این ملت رو کمرش رو راست بکنه و سری تو سرا در بیاره این ملت عرب،
مونده شده، عقب نگه داشته شده، در واقع اینقدر مجذوب این اندیشه بود که از جنبه دیگه قضیه نمی پرداخت که بابا این ملت باید رشد فکری پیدا کنه، باید مسائل و تضادهای درونی فکری خودش رو حل بکنه، باید اندیشمندا احساس مشارکت بکنن، احساس مالکیت بکنن، باید مردمی که دارن به این سرعت به سمت اعتلا و پیشرفت اقتصادی میرن احساس بکنن که این مال خودشونه و برای حفظ این چیزی که به دست اومده، اونم در یک مقطع تاریخی استثنایی که غرب دست از سر ما برداشته و داره کمک میکنه، اون چیزی که به دست اومده رو حفظ کنن مردم. سیستم پادشاه ایران در واقع اشتباه بزرگ و خطای بزرگش که من خیلی خوشحالم که حتی این کابوس منو به اصطلاح اذیت میکنه که این مرد در سالهای آخر زندگیش به طور قطع فهمیده کجا اشتباه کرده و چه رنجی کشیده و چه به اصطلاح عذابی رو تحمل کرده در اون روزهای آخر زندگیش، که این اشتباه به اصطلاح توجه نکردن به قدرت ملی و پافشاری روی به اصطلاح اراده شخصی خودش چه خطای بزرگی بوده برای هم کشور رو به ناب سامانی کشون و هم خود ایشون رو به اون سرنوشت تلخ. بسیار ممنونم آقای سعیدی، امیدوار بودم که این یعنی چه میگم، به امید روزی که بشه از طریق تلفن دست یه نفر رو گرفت و بهش دست داد یا روش صورتش رو بوسید. من از شما خیلی ممنونم. شما یه نکته‌ای رو باز خیلی قشنگ گفتید. اتفاقا من تو برنامه‌ام به پدر مادرها گفتم که به بچه‌هاتون خیلی فشار نیارید که بهترین پیانیست باد بشید، بهترین ژیمناستیک نمیدونم باد باشید، چون بعضی وقتا به اون نقطه دور که نگاه میکنید، درسته که تو دوچرخ سواری به ما گفتن نگاه دور کن، پا بزن تا نیفتی، ولی بعضی وقتا این دوربرت رو یادت میره. دیشب یک کارگردانی آمده بود و تعریف میکرد که چون به فکر موفقیت زیاد پسرش بوده، انقدر غافل شده که توجه نکرده که این پسرش معتاده و انقدر معتادیش به اصطلاح پیش رفت که یه جورایی میخواست خودکشی کنه. اون موقع دوزاری این افتاد و گفت آقا مثل میزنم، گور پدر پیانو، من میخوام که بچم پیانو نزنه ولی بچم توی خونه من باشه، آدم سالمی باشه، و میگه همه چیز رو رها کردم رفتم دنبال این. شاید این چیزی که شما میگید، شاید خود شاه فهمیده بود، اتفاقا تو صحبتهای آخریش هست که دو سه بار عشق میریزه وقتی صحبت میکنه، روی ویدیو روی گوگل و اینها بزنید ویدیوهاشون هست. شاید فهمیده بود، شاید اون موقعی که به فریدون هویدا گفته بود که ببین اگه میشه از طریق یونایتد نیشن یه کاری کنیم که ما هم مثل اسپانیا یه رفراندوم بذاریم و اینها، ولی شاید مثل این کارگردانه به موقع نفهمید که این پسرش معتاده و به اصطلاح خودکشی میخواسته بکنه و نجاتش داد، شاید اون موقع دیگه دیر شده بوده. من از شما ممنونم، اگر صحبتی دارید در این مورد یه مقداری کوتاه بفرمایید توی دو سه دقیقه، ولی به من قول بدید که هفته آینده باز مهمون ما باشید. مثال خیلی خوبی زدید آقای سوردی. بفهم. در واقع در تایید صحبت شما، یا در واقع بهتری من این جمله رو اول بگم، کشور ما در دوران محمد رضا شاه پهلوی به سرعت به سمت دموکراسی در حال حرکت بود، یعنی تمام زیرساخت‌ها و زیربناهای به وجود آوردن یک دموکراسی برای آینده ایران در حال شکل‌گیری بود. هیچ در واقع در دوران پهلوی‌ها از همون ابتدا که رضا شاه روی کار اومد به سرعت برنامه‌ریزی در این جهت بود که ایران به سمت دموکراسی حرکت بکنه، چون زیرساخت‌های دموکراسی جامعه سرمایه‌داری شکل گرفته است، دموکراسی محصول جامعه سرمایه‌داریه. و انقدر پادشاه، هر دو پادشاه ایران، البته رضا شاه مقوله جداییه، واقعا من زیاد
نمیخوام بحث رضا شاه کبیر رو مطرح بکنم چون اون یه دورانیه که تضادها کمتر بوده و حرکت به سمت زیرساخت سازی با سرعت لازم انجام میشده و ولی در دوران محمد رضا شاه موانع بسیار زیادی به وجود اومد. به مرور روس‌ها هم بیکار نبودند و متاسفانه اون طبقه چپ جامعه ما اغلب آنچنان شیفته اردوگاه سوسیالیسم شده بودند که منافع ملی ایران در درجه دوم اهمیت قرار داشت براشون. به هر حال منظورم اینه که در دوران محمد رضا شاه واقعا سرعت به سمت حرکت به سمت دموکراسی بوده. زیرساخت‌های دموکراسی رو به وجود آوردن، طبقه متوسط بزرگ به وجود آوردن. همین طبقه بود که بعداً در سال 57 اصلاح طلب شد و خواست که اصلاحات به وجود بیاد و این اصلا از تبعات و اثرات اون حرکت رو به سمت جلو بود. و متاسفانه عرض کردم همین طبقه‌ای که بایستی شرایط موجود رو حفظ میکرد، یعنی طبقه متوسط ایران، آنچنان شستشوی مغزی داده شد توسط یه عده نابخرد اندیشمند نما، یه عده نویسنده، یه عده شاعر، یه عده آدم هایی که ادعا داشتن جامعه رو، جامعه متوسط ایران رو در واقع مسموم کردن ذهنش رو. اون طرف هم که آخوندها بیکار نبودن، توده های مردم رو داشتن شستشوی مرزی می دادن. در نتیجه این طبقه متوسط که بایستی از دستاوردها حمایت می کرد، اونا رو حفظ می کرد و این حرکت رو به جلو رو تضمین می کرد، این طبقه هم آلوده شد ذهنش و رفت به یه جایی که نباید بره و در نهایت هم خب دیر شده بود. واقعا آقای سربی تون اوایل انقلاب وقتی که مجلس مؤسسان رو آخوندها کودتا کردن و تبدیلش کردن به مجلس خبرگان رهبری، خبرگان که بتونن قوانین اسلامی رو، مجلس سنا یا مجلس مؤسسان؟ مجلس مؤسسان اون اوایل انقلاب یه مجلسی داشتیم ما به اسم مجلس مؤسسان، برای قانون گذاری، قانون اساسی به اصطلاح، قانون اساسی. آخوندا کودتا کردن، اولین اونا اومدن گفتن مجلس خبرگان باشه و اصول اسلامی وارد قانون بشه. در همون موقع بود که ملیون ما واقعا اقدام جالبی کردن. همین آقایی که 27-8 سال تو زندان بود، آقای امیر انتظام، این قربانی این قضیه شد. این در واقع حرکت کرد به عنوان نماینده بخشی از اون ملیون ایران، تلاش کرد که جلوی این قضیه رو بگیره و قربانی شده این وسیله. در منظور من اینه که ملیون ما هم بازی خوردند، منتها در واقع در یه مقطعی متوجه شدن که چه بلایی داره سرشون میاد، عکس العمل نشون دادن و در واقع اولین گروهی بودن که چوب ساده لوحی خودشونو خوردن. بسیار ممنون، امیدوارم هفته آینده مقداری بیشتر راجع به شرایط کنونی ایران، امیدی به اصلاح طلبی هست یا نیست، آیا شما موافق هستید با اون دوستی که از ایران، آقای روزبه مشکین خط صحبت میکرد و میگه که باید با همینا ساخت تا بهتر بشه، یا موافق هستید با آقای یزدان خداوندلو که میگه اینها هیچ قابل اصلاح نیستن و باید اینها رو سرنگون کرد تا کاری کرد، یا آیا برنامه‌ای شما دارید یا کسی رو میشناسید که برنامه داشته باشه و برنامهش خوب باشه؟ در این موارد صحبت میکنیم. دوستان عزیز، اگر این برنامه رو چه الان که دیدید سوالی براتون پیش اومده یا نظری دارید یا چه موقعی که در موقع بازپخش یا روی بایگانی میبینید سوالاتتون رو مطرح کنید، آقای سعیدی پاسخ میدن و نظراتتون رو هم بگید، حتما ایشون نظرات شما رو هم به اصطلاح در موردش صحبت میکنه. بازم ممنونم از شما، آخر هفته خوبی داشته باشید آقای سعیدی. آقای سعیدی ممنونم از اینکه به من وقت دادید. خواهش میکنم، به امید دیدارتون. خب دوستان عزیز، با آقای سعیدی بودیم و همون جوری که گفتم تا موقعی که ایشون اون شماره تلفن، حالا بتونم بگم چرا، مثلا من دیدم بعضیا خب اولی که برنامه رو شروع میکنن میگن خب نه اشکال نداره من شماره تلفن دستیم رو میدم، بعدن عاجز میشن میبینن دارن رانندگی میکنن یکی زنگ میزنه یا دارن صحبت میکنن با خانوادهشون یکی زنگ میزنه، یعنی اون موقع دیگه
چاره‌ای ندارم. من به اینایی که میخوان با مردم در تماس باشن، هم دانسته هاشون رو منتقل کنن، هم نظرات مردم رو جویا باشن، پیشنهاد میکنم این روزا که تلفن اصلا ارزون، اصلا مجانیه. ارزون یعنی چی؟ تلفن گوگل وایس مجانی، شما اینترنت که داشته باشی گوگل وایس میگیری، هم تلفنه، هم پیامگیره، هم تکس میتونن بزنن. و والا از اون تلفنایی که ما اون موقع ما 60 دلار 70 دلار میدادیم خیلی بهتر، منظمتر و دیجیتال 100 درصد کار میکنه. بعد میمونه ایمیل. ایمیل شما دو تا ایمیل داشته باش، یکی برای خودتو، خانوادتو، کارهای بیزینستو، شخصیتو، اینها، یکی میذاری برای برنامه‌های تلویزیونی. مثال میزنم، من یه ایمیل دیگه‌ای دارم برای کارهای خودم که به شما نمیگم، و ایمیل usa.sorbi برای آسون بودنش، کجا هستیم؟ آمریکا، usa.sorbi، منم تماس میگیرید از gmail.com. و تلفن ها هم این هست، خیلی ها من زنگ میزنن، دو سه بار که مثلا زنگ میزنیم با این صحبت میکنیم، بعد چون راحت طلب هستن میگه آقا حالا شماره تلفن خودتو بده. میگم آقا جون شماره تلفن من همینه، 202-695-2573. من تلفن همراه رو اگه دارم رانندگی میکنم پاسخ نمیگم، من تلفن همراه رو اگه سر کارم به کسی جواب نمیدم. تلفن همراه برای امرجنسیه. حالا دیگه همه تلفن ها رو ریختن دور، همه یه تلفن دارن. من با 13000 نفر روی فیسبوک، چند هزار نفر روی ایمیل، چند هزار نفر بیننده تلویزیون، نمیتونم تلفن همراه هم رو به همه بدم. همم فکر میکنن اون از من از دیگران نزدیکتره به من. در هر صورت من پیشنهاد میکنم آقای سعیدی شمارهشو نده، یه شماره تلفن گوگل وایس بگیره. اگرم مشکل براش من میگیرم، ولی ایمیل آدرس و اینا رو ایشون داشته باشه که ساین این کنه، پیام ها به ایشون بره، اینجوری خیلی راحت بیان یه برنامه چیز کنیم. ضمناً همینجا اگر شما هم مایل هستید آقای سعیدی برنامه هایشو ادامه بده، دوست داشتید از لحن صحبتش، به کسی نمیخواد بگه که من اینو میگم این درسته، میگه من رفتم تحقیق کردم، خوندم، به این نتیجه رسیدم، حالا دارم با شما در میون میذارم، اگر مایل باشید سپورت، حمایت کنید، با خودشون تماس بگیرید و بذارید این مسئله رو که من همیشه میگم، یا این شعری رو که فکر کنم آقای شهریار قنبری گفته که گفتنی ها کم نیست، من و تو کم گفتیم، نتونیم دیگه بگیم بابا من و تو گفتیم، با هم صحبت کردیم. این بیننده ها بودن که خیلی دقت نکردن یا توجه نکردن. 8 دقیقه دیگه برنامه آقای حسن ارشاد از ایران پخش میشه. ایشون هم فیسبوک داره، هم شماره تلفن و ایمیل و اتاق پلتاک و اینها رو روی برنامهاش میذاره، و من روی بالاترینم به اصطلاح ویدیوهای ایشون رو میبینم، اونجا هم دوستان بهایی میان پاسخ میگن یا به اصطلاح سوال میکنن. ممنونم از هر دو گروه، و به دوستان بهایی هم میگم باز تلویزیون مردم یکی از اولین تلویزیون هایی بوده به شهادت دوستانی که برنامه داشتن که با بهایی ها کار کرد و نگفت که نه آقا شما نمیدونم تلویزیون های خودتون رو دارین، رادیوهای خودتون رو دارید، برید اونجا. گفتیم باشه میخوایم بیان اینجا بیان صحبت کنید، ولی بهایی ها نشون دادن که تحمل شنیدن دو نفر، یکی آقای حسن اجلالی که بنده خدا 70 خورده سالشه، یکی آقای حسن ارشاد، دوتاشون هم حسن اجلالی، حسن ارشاد، شما تحمل شنیدن دو نفر رو نداشتید، اون وقت خودتون ایراد میگیرید که چرا جمهوری اسلامی تحمل شنیدن هزاران نفر بهایی رو نداره. ای داد بیداد، اگر تونستید مسئول یه رادیو تلویزیونی باشید ولی به همه وقت بدید، اون موقع شما نشون دادید، نه اینکه بیاین بگین ما میخوایم ایران رو دموکرات کنیم و مثل آقای مهدی وطنخواه، آریان وطنخواه تیپا بزنی، آقای سعید شمیرانی رو بندازی بیرون برای که گفته آقا من به این نتیجه رسیدم که این رضا پهلوی مرد عمل نیست. نه آقا، ما بندازمش بیرون. و ببینید اگه گذاشتن یه برنامه‌ای به غیر از خودشون تو اون تلویزیون باشه، و اینه که تلویزیونا هیچ کدومش جون نگرفته. چرا؟ شماها اعتماد نمی‌کنید، میدونید که اینی که میگه همه میتونن بیان صحبت کنن
منظورش اینه همه میتونن بیان صحبت کنن به شرطی که چیزی بگن که من دوست دارم. همه میتونن اینجا چی بنویسن به شرطی که من بعدن به اصطلاح چاپش کنم و اونایی رو که نمیخوام پاره کنم. این همه نیست، این میشه عین خمینی که گفت همه با هم و مردم نشنیدن که این منظورش همه با من بود و واقعا هم همه با من رو درست کرد. ممنون از یکایک شما دوستان عزیز، ممنونم از آقای سعیدی، ممنونم از آقای روزبه مشکین خط، ممنونم از آقای یزدان خدابندلو، ممنونم از خانم دکتر جیلانی، ممنون از آقای صدرالاشرافی. و آقای صدرالاشرافی نوشته بود من نمیدونم چرا نوشته من برای آقای خدابندلو رفته، چون آقای خدابندلو هم مخالف فدرالیسم هست، من گفتم ایشون رو هم در این بحث و گفتگو شرکت بدیم. از شما دوستان هم خواهش میکنم اگر مایل هستید برنامه داشته باشید در تلویزیون مردم، همین جوری که از کجا از اینجا نوشتیم شما هم میتوانید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید، شروع میکنید یه تماس یا یه ایمیل و باقی کارا رو من بهتون میگم که به صورت خیلی ساده انجام بدیم و از این امکاناتی که هست استفاده کنیم، از این سکوی ارتباطی، از این بلنگو، هر چی که اسمشو بذارید استفاده کنیم. بذارید من ببینم نوشته دو سه تا دیگه چی دارم که بخونم این چند دقیقه‌ای که وقت داریم. و اگر کسی از دوستان کمونیست، احزاب کارگری مایل هستن بیان صحبت کنن، اونها هم خوش آمدن، همینجوری که اینجوری بودن اینجا بودن سالهای سال، آقای سیامک ستوده، ولی فکر کنم فشار مجاهدین بوده. عواقب بد کمخوابی. نشریه هافینگتون پست در گزارش می‌نویسد از دست دادن چند ساعت خواب شبانه روز بعد عواقبی جدی به بار می‌آورد. این سال‌هاست دارن در مورد صحبت می‌کنن، ولی این خانم هافینگتون که یه مدتی هم می‌خواست رئیس جمهور بشه و با وجودی که انگلیسیش خیلی خوبه ولی لهجهش از من بدتره، یا من فکر می‌کنم از من بدتره، خودش این بلا سرش اومده که یه روزی اصلا قش میکنه و میفته و اینها میفهمه از این که زیاد داره کار میکنه و کم استراحت میکنه به این به اصطلاح بلا دوچار شده و میره دنبال چاره. الان بیشتر کار میکنه، هافینگتون نمیدونم چند بیلیون دلار ثروت به دست چیز کتاب نوشته و صحبت میکنه و اینها. این رو میذارم دوشنبه در مورد کمخوابی، بدخوابی، بیخوابی صحبت میکنم. خود دکتری که دکتر پدر من بود، وقتی پدر من نسبت به آمریکا و اینها 67 سال جوان بود، فوت شد، گفت که پدر شما کم میخوابیده. بله درسته، گفتم بله. گفت یکی از نتایج کمخوابی زود از دنیا رفتنه، متاسفانه یا خوشبختانه منم کم میخوابم، مثل که بدن میدونه میگه حالا تو زیاد از من کار میکشی، منم بعدن زود میخوابم که اونجا اگه دنیای وجود داره اونجا آسوده بخوابم. اگه دنیای وجود نداره، سوال اینه که چرا گفتیم کوروش آسوده بخواب که ما بیداریم، وقتی که خودمون معنای بیداری رو نمیدونستیم، وقتی که اطرافیانمون، وقتی که همسرمون در کاخ آمده بود یه دفتری درست کرده بود، کسی که نه به اصطلاح نایب السلطنه بوده، کسی که نه ولیعت بوده، به این دلیل که با یه نفر ازدواج کرده آمد یه دفتری رو درست کرد که در خیلی از امور مملکت دخالت میکرد و خیلی ها فرح دیبا پهلوی رو مسئول اول انقلاب میدونن. در این باره از آقای سعیدی صحبت سوال میکنم و امیدوارم ایشون نظرشون رو بگن. دوستان عزیز، از اینکه با ما بودید ممنون و متشکرم. لطف کنید این ویدیوها رو بعد اول برنامه میگفتم روی فیسبوکتون، روی ایمیلتون برای این برابر بفرستید. آقای شیرزاد جلیلی و یکی دو تا دوستان این کار رو انجام میدن که ازشون ممنونم. امیدوارم شما هم این لطف رو انجام بدید، حتی اگه باهاش مخالفید بنویسید که در دقیقه سوربی اینو گفته، برای دوستانتون بفرستید ببینید دوستانتون با شما موافقن، اونها هم مخالف منن یا نه. از اینکه خیلی دستامو تکون دادم عذر میخوام، مسئله نیست، یکم خون در بدنمون به گردش در میاد، 1 2 3 4 اینجوری، و حالا دیگه من پدر بزرگ شدم، باید بیشتر مواظب خودم باشم. اون وقتا فکر بچه‌مون بودیم، حالا با فکر نوه‌مونم باشیم. امیدوارم این لذت شیرین نصیب شماها هم بشه، بچه دار بشید، نوه دار بشید، حتی نتیجه و ندیده و از این ماجراهایی که اسماشا بعدن یاد میگیرم. روز و روزگار بر شما عزیزان خوش، به امید دیدار. بریم با هم به ایران.
آقای حسن ارشاد ببینین چی میگه. ضمناً ویدیوشو اینها رو خیلی قشنگ تو اتاقی که نشسته این به اصطلاح تصویر فریم و اینها رو درست کار کرده. مرسی از خودش یا از هر کسی که فیلم رو گرفته یا این ویدیو رو درست کرده. ممنونم.